با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. خب ما در هفته های گذشته سلسله برنامه هایی در ارتباط با اوجگیری تنش میان حکومت های ایران و امریکا، محتملترین سناریوها و موضع چپ معتقد به صدای سوم برای شما تهیه کردیم. برنامه امروز، میزی گرد امروز قرار نیست به این مسئله بپردازیم، ولی قراره به یکی از پاسخهای این مسئله بپردازیم. یعنی اینکه وقتی ما سراغ فعالین چه مستقل و چه تشکیلاتی معتقد صدای سوم میریم، میگن نه آمریکا، نه جمهوری اسلامی، نه جنگ، نه تحریم اقتصادی، نه تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی، قرار نیست در نه در رکاب امریکا بشیم پیاده نظام جنگی او و نه در رکاب جمهوری اسلامی دفاع از میهن بکنیم. درست؟ پاسخ این چپ معتقد به صدای سوم انقلاب اجتماعی هست و میگن انقلاب بهترین پاسخ و گزینه است برای اینکه ما را از این دوگانی کاذب یا واقعی ولی ارتجاعی خلاص بکنه. اومدیم سراغ چهار تن از فعالین و تحلیلگران سیاسی چپ. رفیق سعید سهرابی در سوئد، شادیار عمرانی در امریکا، بهروز فرانی در فرانسه و بهرنگ زندی در آمریکا. من خوش آمد میگم از اینکه دعوت تلویزیون برابری رو برای میزیگرد پذیرفتیم. میزیگردام سلسله میزیگرد خواهد بود، یعنی دفعات بعد سراغ برخی دیگر از فعالین چپ هم از مستقل یا تشکیلاتی خواهیم رفت. سعید سهرابی عزیز خوش آمد. سلام میکنم به شما و رفقای عزیزی که شرکت کننده و بینندگان تلویزیون برابری. مرسی. شادیار عزیز خوش آمدی. ممنون که دوباره من دعوت کردی. سلام میکنم به شما و همه بینندگانت. بهروز فرانی عزیز خوش آمدی. سلام به تو آرش جان و سلام به هر سه رفیق عزیزی که حضور دارن و به خصوص بینندگان تلویزیون شما. مرسی. بهرنگ عزیز خوش آمدی. من سلام میکنم به شما آرش عزیز و مهمانان گرامیتون و تلویزیون برابری، کسایی که این برنامه رو می‌بینن. خب اگه موافق باشید ما یه مقدار اینجا تبعیض جنسیتی قائل بشیم از شادیار شد. خب شادیار جان، شما پاسختون به همین مقدمه‌ای که من گفتم، یعنی که شما میگید که در این تنش ایران و امریکا نه راه حل ایستادن کنار امریکا هست، حالا با طرح‌های اقتصادی، سیاسی یا نظامیش، و نه قرار گرفتن کنار جمهوری اسلامی، حالا یا کل جمهوری اسلامی یا جنایی از اون، کمان که بخشی از این اپوزیسیون به اصطلاح اپوزیسیون رفورمیست کماکان میگن که ما باید با برگ اصلاح طلبان بازی کنیم. اینا آلترناتیو شما به مساوی چپی که معتقد به صدای سوم هستید در بطن این منازعه چی هست؟ ببینید، قاعدتا جواب و پاسخ هر فرد چپ و سوسیالیستی اینه که ما باید انقلاب اجتماعی بکنیم. این پاسخ امروزه چپ نیست، بیش از یک قرنه که این پاسخ رو داره به مشکلات میده، علت و ریشه مشکلات رو پیدا کرده و میدونه که ما نمیتونیم با انقلاب سیاسی، یعنی به معنی تغییر عاملین سیاسی یا ایجنت های سیاسی، چیزی رو عوض بکنیم. یعنی اسامی نوع حکومت ها به معنی تغییر وضعیت زندگی مردم نیست و مردم این رو درک کرده. مردم ایران بارها و بارها این رو دیدن. چیزی رو که تجربه کردن مردم ایران انقلاب سیاسی بود که در 1357 اتفاق افتاد در ایران، و چیزی رو که هنوز نتونستند و تقریبا هنوز محقق نشده اون انقلاب اجتماعیه. یعنی ما این رابطه معلول کار و سرمایه، این که بخش اعظمی از مردم تبدیل بشن به کارگران و بردگان مزدی برای بخش اقلیتی که سرمایه ها رو به دست میگیرن و بر اساس اون بر سرنوشت مردم در واقع چیره میشن، این رو باید تغییر داد. اما
خیلی مهمه که ما از اون ورطه اوتوپیاییش بیایم بیرون. یعنی این که ما بگیم که تنها انقلاب کارگری اگر محقق نشه و ما باید برای اون روزی که یک انقلاب کارگری جهانی در حد انترناسیونال اتفاق بیفته، تمام کارگران جهان با هم متحد بشن و تمام کارگران جهان به فکر این باشن که سیستم رو عوض بکنن، آگاهی داشته باشن، همه کمونیست بشن، این یک نگاه اوتوپیایی که مارکس هم سالیان سال پیش از این که بره و حسابش رو با بورژوازی تصویه بکنه سعی کرد با این نوع چپ متخیل حسابش رو تصویه بکنه. آن چیزی که مهمه که ما بتونیم جامعه رو برای یک تغییر بنیادین آماده بکنیم و این جامعه باید این پویایی رو پیدا بکنه و بتونه دست به قدرت ببره و این رو در واقع این تغییر اجتماعی و انقلاب اجتماعی رو مکول نکنه به آن روزی که همه جهان بخوان با هم متحد بشن و تمام کارگران به صحنه بیان و کار مزدی لغو بشه. ما باید این گام های به اون سمت رو هم به رسمیت بشناسیم و در تقویتشون کوشش کنیم. مرسی. رفیق سعید، مردم ایران به یک سری تجارب اشاره میکنن، یعنی اگه پاسخ شما هم همین پاسخی هست که رفیق شادیار میگه، یعنی انقلاب یا انقلاب اجتماعی، میگن خب ما انقلاب مشروطه کردیم، حالا یک دستاوردهای کوچکی داشته و ناکام شده و بعد از توش رضاخان میرپنج چکمه پوش دارم، جنبش ملی کردن صنعت نفت رو داشتیم در سالهای 30-32 که هم دو تا دستاورد داشته، یکی ملی کردن صنعت نفت بر علیه استعمار انگلیس، یکی هم مثلا آزادی های تجربی، آزادی های نسبی سیاسی، هر دوتا با کودتای 28 مرداد به قول معروف از بین رفت. و بعد انقلاب 57 که به گفته همه تاریخ نگاران بزرگترین و وسیع‌ترین انقلاب توده‌ای همه ادوار خاورمیانه حداقل بوده و اینا، از درونش یک ارتجای بدتر از رژیم پهلوی اومد سر کار. چه تضمینی هست که این انقلاب اجتماعی نوین یا آتی یا هر اسمی که میخواید یا فعلی که مثلا اسمی که میخواید روش بذارید به سرنوشت اون سه تجربه قبلی در 100 سال اخیر دوچار بشه؟ مرسی. من فکر میکنم که اول باید این مسئله رو نگاه کنیم که آیا وضع موجود قابل تحمله. حالا فرض کنیم مثلا میگیم که هیچ تضمینی وجود نداره و بالاخره این مردمی هستن که از این اوضاع ناراضی هستن، به شدت رنج میبرن، براشون قابل تحمل نیست و در واقع به آستانه یک حرکت اجتماعی میرن و این امر نیست که ما بگیم، یعنی بگیم که حالا برید ما تضمین میکنیم. هیچ که نمیتونه تضمین بده. چرا باید تضمین رو اینجوری خواست؟ تضمین وجود نداره. تضمین عملکردیه و تجربه‌ایه و جمع‌بندیه که از شکست‌های گذشته میشه. اگر که ما بتونیم به درستی جمع‌بندی کرده باشیم از اون چی که باعث شکست ما شد، خب طبیعیه تضمین ما بیشتر خواهد بود برای اینکه اون موقعیت دیگه فراهم نشه. اگر که ما در وضعیتی به هر حال الان هستیم نتونیم خوب بفهمیم که چه مشکلاتی اساساً باید تغییر کنه، چه چیزایی باید تغییر کنه، چه آلترناتیوهایی باید در مقابلش گذاشته بشه، این حد اقلاییه که ما میتونیم روش فکر کنیم، کار کنیم، عمل کنیم. طبیعتا در جریان عمل خیلی مسائل پیش میاد که ما ممکنه حسابشو نکرده باشیم، ولی اون چیزی که امروز مشخصه مهمترین مسئله اینه که اگر از سرنگونی این حکومت فعلی صحبت میشه باید از آلترناتیو هم صحبت بشه. نمیتونیم سرنگونی در حد سلبی نگه داریم. سرنگونی باید انقلابی باشه. اگر بخواد انقلابی باشه باید حداقل‌های تغییرات آینده رو همراه خودش تبلیغ کرده باشه، فراهم کرده باشه مقدماتشو و از این زاویه به مسئله نگاه بکنه. اینا میشونه تضمین ایجاد بشه، یعنی اگر اینجور حرکت بشه. خب خیلی هستن که فکر میکنن که یک اکثریت عظیمی رو باید جمع کنن، خیلی هم طبیعیه، خیلی هم شرافتمندانه است، آره خیلی باید بیان، اکثریت مردم باید بیان شرکت بکنن، ولی هیچ جایی تعبیه نمی کنن که این اکثریت از این که اومد حالا بعدا بره خونش، آیا بعدا وایسه چیکار کنه، بعدا آیا اصلا حقی داره بعدا طبق گذشته های تاریخی ما؟ نه خیر، حقی نداره، باید بره خونش، بعدش بعدا یه عده میان
میشینن براش تصمیم میگیرن حالا چه کار بکنه، چه جوری زندگی اداره کنه، جامعه به چه شکلی باشه. این یکی از حداقل هایی که باید تضمین بشه. ما وقتی میگیم که همه مردم، اصلا میگن اکثریت عظیم، اکثریت باید بیاد و انقلاب، این یه انقلاب درسته، باید اینجوری باشه، بدون اینکه راهکارهای حضور این اکثریت عظیم در سرنوشت خودش رو تأمین کرده باشیم در آلترناتیو حکومتی، خب از همین الان حرف رو بی خود داریم میزنیم. یعنی خیلی روشنه که بدون اینکه برای این همه با همها، برای این شرکت کردن در حرکت انقلابی، سرنگونی همراهش آلترناتیوی که میتونه حداقل های تأمین حاکمیت و سرنوشت خودش رو به اصطلاح ارائه بده، خب معلومه حرف بی خودی خواهد. من فکر میکنم که سرنگونی انقلابی در تمایز با نوعی از به اصطلاح سرنگونی که فقط سلب این حکومت رو در نظر داره، میتونه یکی از اون تضمینایی باشه که اتفاقا صحبتش شد و شما هم روش تاکید گذاشتید که به هر حال یه مسئله دغدغه برانگیزیه برای بقیه که خب میخواد چی بشه وقتی که این اکثریت از این اومد، چجوری میخواد بر سرنوشت خودش حاکم بشه. این در نظم گذشته وجود نداره. ما اگر بخوایم همینجوری به طور طبیعی، یعنی بسپریم دست وضعیت کنونی و نظم کنونی، چنین جایی برای حضور در سرنوشت خود وجود نداره. از این روز میان میگن که خب ما شورایی میخوایم حرکت بکنیم، از پایین میخوایم حرکت بکنیم. حالا اینا هر کدوم میشه جدا به اصطلاح. بله میشه صحبت. رفیق بهرنگ زندی است، شما این دو نکته رو که من مطرح کردم با شادیار و سعید در میان گذاشتم، نظر شما رو میشه. من میخوام به چند نکته مهم اشاره کنم که مقدمه‌ای که شما بیان کردید در مورد این که خب مردم ممکنه برگردن بگن که خب این انقلاب اجتماعی شکست خورده، از مشروطه شکست خورده، انقلاب 57 شکست خورده. من فکر میکنم که وضعیتی که ما در اون قرار داریم نه نتیجه این انقلاب ها، بلکه نتیجه شکست این انقلاب هاست و به نوعی نمیشه انقلاب رو با این مسئله از طرف توده ها نقد کرد. و این مسئله به نظر من یک بار برای همیشه باید روشن بشه که و خمینی نه دست آورده به نظر من انقلاب 57، بلکه دست آوردی سرکوبی بود که از 30 خرداد 60 شروع شد و حاکمیت اسلامی رو در ایران حاکم کرد. شکست انقلاب مشروطه با به توپ بستن مجلس اتفاق افتاد. من فکر میکنم که این پروسه نتیجه شکسته و وقتی که ما در مورد انقلاب هم صحبت میکنیم، من توده ها، مردم و اکثریت جامعه رو که قطعا طبقه کارگر مورد خطاب قرار میدم و یک نمای کلی و دموگرافیک از این مسئله ارائه نمیدم که همه مردم در انقلاب آتی ایران منافع مشترکی رو دارن، قطعا نخواهند داشت و هر کدوم از اونها بر اساس جنبش ها و ریشه طبقاتی که دارن منافع خاص طبقاتی خودشون رو در انقلاب آتی ایران دنبال میکنن. انقلاب یک امر سلبی است و انقلاب نمیتونه ایجاب بکنه و در خود این سلب ایجاب وجود داره. یعنی شما به چه شیوهی و به چه طریقی این سلب رو مطرح میکنید خودش آلترناتیو و ایجاب رو ایجاد خواهد کرد. من یک نمونه براتون مثال میزنم. ببینید مردم پشت یک نیرو و جنبشی صف خواهند کشید که این نهی که به جمهوری اسلامی میگه رو چجوری و با چه قدرتی و از چه منظری بیان میکنه. مردم نمیان واقعا سر این موضوع بحث بکنن که شما میخواین مثلا در مورد بعد از انقلاب آتی ایران در مورد آب چی کار بکنید، در مورد برق چی کار بکنید، برنامه‌تون برای آموزش چیه، برنامه‌تون برای فلان چیه. شما به نحوهی که نمیگید، به نحوهی که دارید سلب میکنید، خود به خود ایجاب رو ایجاد خواهید کرد. تمام انقلابات دنیا عموما سر نیروهای جمع شدن، پشت رهبرانی جمع شدن که این نه رو هرچه قدرتمندتر بیان کردن. نمونه های بارز تاریخی در مورد این مسئله خواهیم داشت. بنابراین طبقه کارگر در ایران از نظر سیاسی و از نظر آرایش طبقاتی باید در نقطه قرار بگیره که بتونه این نه رو چجوری بیان میکنه. نه ای که بورژوازی و
سرمایه‌داری داره بیان میکنه با نه که طبقه کارگر و جنبش‌های حول اون دارن بیان میکنن بسیار متفاوته و این دوتا نه اصلا شبیه به هم دیگه نیست. نه ای که مجاهدین بیان میکنه و میاد تظاهرات برپا میکنه در واشنگتن دی سی که به ایران حمله بشه و جنگ بپا بشه با نه ای که در هفت تپه بیان میشه بسیار متفاوته و انقلابات سر این نه گفتن هاست که شکل میگیره، سر این وضعیت سلبی، سر این هویت سلبیه که نسبت به وضعیت موجود داره میتونه خودش رو به پیش ببره. بنابراین منافع طبقاتی در جامعه ایران که یک حاکمیت سرمایه‌داری است و جامعه طبقاتی است، منافع مشترکی رو در انقلاب آتی ایران دنبال نخواهند کرد و به نظر من ما به طور مشخص در اگر در مورد انقلاب داریم صحبت میکنیم باید این نکته رو بیان کنیم، باید این خط قرمز رو مشخص کنیم که در انقلاب آتی ایران منافع طبقاتی طبقات مختلف قطعا متفاوت خواهد بود و این انقلاب در صورتی پیروز میشه که بتونه این سلب رو قدرتمندتر جلو ببره. علی مرسی. رفیق بیروس، این شما که میگید نه امپریالیسم، یعنی شما که این بخش عمده از چپ انقلابی معترض به صدای سوم میگید نه امپریالیسم، نه جمهوری اسلامی و انقلاب یا انقلاب اجتماعی تنها گزینه هست یا بهترین راه حل هست در مورد خود این و همچنین نکاتی هم که از گفتگو پرسیدم، نظر شما رو میشنویم. خب ضمن این که من با عموم نکاتی که رفقا مطرح کردن منم موافقم، من مخالفتی ندارم. بدیهی که یک چپی که دنبال عدالت اجتماعی و آزادی و برابری در کشور ما هست قطعا به سرنگونی انقلابی این رژیم معتقده. مسئله اینجاست که ما وقتی که نگاه میکنیم فراموش نباید بکنیم که ما در یک جامعه هستیم که یک بار انقلاب کرده و شکست خورده. این انقلاب ویژگی های خاص خودش رو داشته و یک همه با همی درش بوده و اون نیرویی که این رهبری رو به دست گرفت با تمام قوا این همه با همی رو تقویت کرد و جلوی اشتقاقش رو گرفت و به قول رفقایی که صحبت کردن فقط روی جنبه سلبیش تکیه کرد و بر جنبه ایجابیش رو اصلا اجازه روش نداد. برنامهش روشن بود، بحث بعد از مرگ شاه اگه یادتون باشه. و این مسئله بسیار جدیه. در این حال ما الان در یک کشوری هستیم که انقلاب گزیده است. بخشی از اقشار متوسط جامعه، بخشی از بخصوص اقشار نیمه مرفه و مرفه جامعه ایران اصلا طرفدار انقلاب نیستن. این رو بارها و بارها میگن و بخصوص نمایندگان فکریش این رو با صدای بلند اعلام میکنن. اینا اون نیروی هستن که در عرض این 20 سال گذشته توپخانه ایدئولوژیک اصلاح طلبان حکومتی بودن و اینها در مقابل تحول آتی هم موضع خواهند گرفت و در نتیجه امکان تکرار اون همه با همی خوشبختانه عملا وجود نداره. جامعه ایران به شدت قطبی شده، مبارزات و گرایشات سیاسی خودشون دارن نشون میدن و طبیعی هست که هر کسی باید اون چیزی که انتظار داره مطرح بکنه و ما باید این رو بپذیریم که بخش مهمی از اقشار متوسط جامعه ما در مقابل یک انقلاب اگر نیستند درش شرکت هم نمی کنن. و این یکی از اشتقاقاتی هست که نتیجه مستقیم انقلاب شکست خورده بهمنه. این وضعیت در انقلاب فرانسه هم اتفاق افتاد. انقلاب بورژوایی فرانسه هم دقیقاً این اتفاق افتاد. بعد تا یه سری متفکران سوسیالیستی بودن مثل سان سیمون، مثل فوریه که بعد از انقلاب کبیر فرانسه در واقع مخالفت شدید خودشون رو با انقلابات بعدی اعلام کردند و تکانهایی که جامعه فرانسه بعدش خورد، انقلاب 1830-48، این نیروها در مقابلش قرار گرفتن و در اون طرف هم این همه با همی که توی انقلاب کبیر فرانسه خودش رو نشون داده بود در 1793 در دو انقلاب بعدی که من بردم کاملا شقه شده بود. کارگران پاریس تنها موندن و در انقلابات 48 یک جنگ طبقاتی تمام عیار شکل گرفت. در ایران به نظر من ما با انقلاب 1793 روبرو نیستیم، با 1848 و از نو انقلاب اکتبر روبرو خواهیم بود. به این معنی که یک اشتقاق طبقاتی به نقد اتفاق افتاد. این رو ما باید بهش خیلی توجه بکنیم. این اشتقاق طبقاتی اصلا هم این نیست که برنامه ها با هم متفاوته. طبقات منافع خودشون رو میدونن و این گرایشی که وجود داره وقتی شما نگاه میکنید که تمام اقشار بورژوازی کشور ما چه دولتیش
چه بوروکراتیک امنیتیش سپاه پاسداران، چه بخش خصوصیش، چه بخش خصولتیش، به قول معروف که من چقدر از این اصطلاح بدم میاد، همه این اقشار بورژوازی که وجود دارن هیچ برنامه اجتماعی برای خروج از این بحران جز اجرای برنامه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به ما اجرا ارائه نمیدن. برای همین هم هست که یکی از نمایندگان معروف اینها مثل آقای صادق زیبا کلام مجبور اعتراف بکنه که گفتمان ما در بین توی دستان شهری شکست خورده. از دیماه 96 این تحولی که توی ایران اتفاق افتاده در واقع نشان دهنده شکست این گفتمانه و این شکست تصادفی نیست. 20 سال اینها وقت داشتن که یک برنامه رو ارائه بدن برای اینکه پاسخ بده به خواست عدالت طلبی که توی جامعه ایران در اقشار فرودست جامعه وجود داشته. هیچ چیزی اداره نکردن. قوی ترین شخصیت اینها که بیشترین طلب آزادی های مدنی و سیاسی رو میکرد که آقای محمد خاتمی باشه، معروف به سید خندان، خشن ترین سیاست های نئولیبرالی رو پیشنهاد میکرد. حتی مسئله ملی بودن نفت رو داشتن زیر سوال میبردن. مسئله خصوصی کردن های بزرگ از اون دوره شدت بزرگ گرفت و در دوره احمد نژاد ادامه پیدا کرد. ولی شما وقتی از دولت کارگزاران رفسنجانی نگاه میکنید تا به این طرف همه این سیاست ها هست و در اپوزیسیون مقابل، در اپوزیسیون سلطنت طلب، در اپوزیسیون مجاهد شما دقیقا همین رو میبینید. فرار از این چارچوب تنگی رو که اینها میارن به هیچ وجه مطرح نمیکنن. در نتیجه اینها گفتمانشون با جنس اون کسانی که در دیماه اومدن جلو و این شعارها رو با خودشون آوردن، نانکار، آزادی، اداره شورای و غیره که بهش برمیگردیم، جنس اینها کاملا روشن شد که با هم یکی نیستن. و خوشبختانه این اپوزیسیون بورژوایی، من همه اینها رو با هم دارم میگم، این اپوزیسیونی که خواستار عدالت اجتماعی نیست برنامه ارائه نمیده. ما اما چرا میتونیم این برنامه رو ارائه بدیم و چرا این اوتوپیک نیست، چرا خیال پردازانه نیست؟ چون همون انقلاب شکست خورده بهمن رو اگر نگاه بکنیم، ما شاهد شکل‌گیری انواع انجمنها، کمیته‌ها و شوراها بودیم. بعد از انقلاب حتی در بخشی از مناطق ایران این شوراها عملاً تبدیل به قدرت دوگانه شدن. در کردستان، در ترکمن صحرا شوراهایی که شکل گرفته بودن به واقع از نوع انقلاب اکتبر بودند و وارد مذاکره با دولت مرکزی شدند، هم در کردستان هم در ترکمن صحرا. در مناطق پتروشیمی، در مناطق کارگران صنعت نفت شوراها واقعا وارد مذاکره با دولت شده بودند. یعنی عناصر جنینی در این بدیل شورایی و گزینه شورایی اجازه بدید بعداً بهش. آره، من فقط یه چیزی می‌خواستم بگم. می‌خواستم بگم که یعنی این شعاری که از دل این جنبشا بیرون اومده و شعاری داره داده میشه به هیچ وجه اوتوپیک نیست و کسی اینو اختراع نکرده. در انقلاب بهمن اتفاقاً هیچ کس مسئله شوراها رو مطرح نکرده بود. هیچ کدوم از متفکرین و رهبران جنبش‌های سیاسی که حرفی برای گفتن داشتن مسئله شورای شهری رو مطرح نکرده بودن. از توی جنبش میلیونی مردم ایران بیرون اومد. همین به ما این اجازه رو میده که بگیم این پتانسیل و این بدیل در درون جامعه ایران یک جایگاه معینی داره و فرصت پیدا بکنه خودش رو بروز میده که ما با سعی کنیم این رو فرموله کنیم. بله، خیلی ممنون شادیا جان. اگر هر پاسخ هر چهار عزیز این بود که انقلاب اجتماعی، به حال اگه به تودهای اکثریت تودهای مردم هم که باید گفت که اگر انقلاب نه دو راه بیشتر نمیمونه دیگه، یا اینکه از خارج امپریالیستا بیان جنگ بکنن، اشغال بکنن، برای ما این دولت رو سرنگون بکنن، یا کودتای صورت بگیره در مثلا حالا همه قوای نظامی امنیتی که پشت خامنه‌ای و رژیم وایسادن نشانی از این که مثلا گرایش وجود داره میخواد کودتا بکنه، کودتای نظامی هم که نمیبینیم، یا اینکه مثل این آقای دولتدار حرفه‌ای آقای فراخ‌نگهدار دوباره تومار و فلان و دعوت به مردم که باز ما باید با همین برگ جنای اعتدال و من نمیدونم فلان و بهمان ما بازی بکنیم و دارن تشویق میکنن همین حالا که مردم رو در انتخابات بعدی مجلس که اسفند ماه هست برید شرکت بکنید. بنابراین اگه انقلاب نه، یا حمایت از رژیم یا جنایی از اونه، یا حمایت از پروژه‌هایی مثل جنگ و کودتا. و هیچ همه چهار نفرتون هم گفتید که هیچ راه حلی هم در چارچوب این سیستم نه لازم اقتصادی نه سیاسی نیست که بگیم ما در چارچوب از مختصر رفرم‌های مردم میتونن برخی یا مثلا بخش مهمی از خواستهاشون برسه. اما
وقتی صحبت از فقط ما نیستیم که صحبت از سرنگونی میکنیم یا حتی صحبت از انقلاب میکنیم، درست؟ جریاناتی هستن حتی بیشتر از چپان کشته دادن مثل مجاهدین، بار صحبت از سرنگونی و حداقل از 3 خرداد 60 به این ور صحبت از سرنگونی و شورش انقلاب و فلان اینا میکنن. فرق انقلابی که ما ازش صحبت میکنیم با انقلابی که اونا یا سرنگونی که اونا ازش صحبت میکنن چیه؟ ما به ازای اقتصادی اجتماعی آلترناتیو این انقلابی که ما ازش دفاع میکنیم چی هست؟ اگه سوسیالیسم هست این سوسیالیسم چه مختصاتی داره یا باید داشته باشه؟ شادیار عزیز میشنم. ببینید دو وجه داره، در دو وجه کلی داره تفاوت آنچه که حداقل من یا امثال من داریم فکر میکنیم با اون چیزی که بخش از چپ رو هم حتی با خودش برده و یه روبنایی داره که روبنا رو من میخوام یه نقبی بزنم به صحبتهایی که رفقا کردن و بگم مشکل این روبنایی که موجوده تفاوت حداقل آن چیزی که من یکی حداقل یا ما رفقایی که اینجا جمعیم با در واقع چپهای راست شده داره و اون هم مسئله ایجابی و سلبی بودن. اتفاقا ببینید ما در تاریخ بشر تغییر اجتماعی به جز کمون پاریس رو که ما یه مدت کوتاهیه و تکرار شدنی نیست به دلیل شرایط خاصی که از لحاظ زمانی و جغرافیایی داشت کمون پاریس، وگر ما تغییر اجتماعی یا انقلاب اجتماعی نداشتیم. انقلاب اکتبر یک انقلاب اجتماعی نبود، حتی اگر گل و هدفش یک انقلاب اجتماعی بود. انقلابی که در کوبا اتفاق افتاد انقلاب اجتماعی نبود و و و غیره و ذالک. در ایران هم یک انقلاب اجتماعی صورت نگرفت در سال 57. میگم حتی اگر که کسایی که در اون انقلاب بودن هدفشون چیز دیگه ای بود، حتی اگر بگیم شکست بود، ولی اتفاقی که افتاد اتفاق بر همین منوالی بود که رفیقمون بهرنگ گفت و این اشتباه بزرگ تاریخی که اگر ما دوباره تکرارش کنیم که بگیم سلبیه، یعنی انقلاب اگر بگیم سلبیه یعنی میخوام که انقلاب اجتماعی رو فراموش کنیم. انقلاب اجتماعی چیزی که ما ازش حرف میزنیم که من خیلی سمکاتی داشتم به بحثی که رفیق بهروز گفت در این مورد، اینه که ما بتونیم ارگانهای جامعه رو، حالا این در شوراهای محلیه، در هسته های کوچیکه یا هسته های بزرگتره، ما اینها رو بتونیم تقویت بکنیم و این تقویت اجتماعی که از درون این اجتماع برخواهد اومد بخشیش این رو به دست بگیره که بتونه رابطه کار و سرمایه رو تغییر بده. این تغییر یک شبه هم اتفاق نمیفته، حتی اگر اعلام انقلاب یک روزه باشه، یعنی ما یک روز خاص رو اعلام بکنیم که امروز پایان حکومت و امروز آغاز انقلابه، این انقلاب تازه شروع خواهد شد، یعنی از اون نقطه‌ای که ما انقلاب رو اعلام می‌کنیم شروع میشه و زمانی میبره و در این پروسه و زمان که حالا سوسیالیسم میاد و این گذار رو می‌کنیم تا به اون روزی برسیم که بگیم که ما بورژوازی رو از بین بردیم، طبقات از بین رفتن و تمام مشکلات که امروز حاصله، نه همه مشکلات بشر ولی مشکلاتی که امروز حاصل نظام سرمایه داریه تغییر میکنه، از بین میره و چیز دیگه‌ای و عالم دیگه‌ای رو ما داریم. این نگاه عالم دیگه‌ای اگر بگیم این نگاه ایجابیه، رفتیم توی لیگ فوریریست ها، اوتوپیک ها، که بگیم که ما امروز برای اون عالم بعدی یه برنامه و پروژه‌ای داریم. آی فردا مثلا اگر کمونیست بشه جهان مثلا هیچ مردی بزنی نگاه چپ نمی کنه، هیچ کسی مثلا چه میدونم دست تو بشقاب یکی دیگه نمی کنه، یکی دیگه خشم نداره، اون یکی دیپرشن نداریم، مریضی دیگه نداریم، مثلا امام زمان میاد و مریضی ها همه از بین میره. نه، ما نمیتونیم این برای چیزی که متریالش موجود نیست، آینده‌ای که فقط میتونیم تصور بکنیم برنامه بریزیم. ما برای امروزمون میتونیم برنامه بریزیم. انقلابی هایی که ما ازش یاد میکنیم یا حداقل اون چیزی که من ازش تصویر دارم اینه که من چطوری میتونم از این دوگانه ایجابی سلبی، این که بگم این حکومت باید برود، رفیق سعید صحبت کرد در مورد این که واقعا مردم ما چه بگیم چه نگیم به سطوح اومدن و قطعا
هیچ چیزی به صورت دیالکتیکی در جهان ایستا باقی نمیمونه و تغییراتی خواهد کرد. و در این تغییرات ما چه به عنوان عنصر آگاهی بخش، به عنوان کاتالیزورهای عملی و پراتیکی چه سوگ و سمتی میخوایم بدیم، اینه که تفاوت ما رو با بقیه مشخص میکنه. ما چی میگیم؟ ما میگیم که باید اولا طبقات رو غیر از این که ما بخوایم بیایم، ما به طبقه کارگر نمیگیم که تو کارگری و بهش آموزش بدیم که تو طبقه کارگری و با بورژوا متفاوتی، اون داره زندگیش میکنه. ولی این که بتونه خودش رو و به این نتیجه برسه که میتونه قدرت رو به دست بگیره و باید قدرت رو به دست بگیره و پایان بده به این بردگی، این اون چیزی که ما میتونیم بهش کمک بکنیم در تقویتش و در تشکیلش نقشی ایفا بکنیم و بتونن این شوراها، این کمیته ها، این در واقع هسته های اجتماعی و گروه های اجتماعی و ارتباطات اجتماعی شکل بگیرن، با هم پیوند بخورن و به سمت تغییر اجتماعی پیش برن. و در این مسیر فراموش نکنیم که بالاخره باید یک جایی اعلام انقلاب کرد، باید یک جایی اعلام این کرد که ما قدرت رو به دست گرفتیم، حتی اگر اون زمان زمانی نباشه که ما به رابطه کار و سرمایه کامل در واقع پایان داده باشیم، ولی اون مسیر رو باید یک جایی شروع بکنیم و این پرچم رو باید به دست طبقه کارگر بدیم. اختلاط همه با همه، همونطور که رفیق بهروز گفت، نتیجه اون سلبیگری و باور سلبیگری بود که پیش از این در تمام انقلابات بوده و آخرش در واقع هژمونی و قدرت به دست گروهی میرسه که داره از قدرت‌های دیگه جهانی خوراک بهش میرسه و پایه عموماً به سمت این میره که دوباره شکست بده اون مسیر انقلابی رو و به عقب برگرده. مرسی. رفیق سید، اگر کودتا، جنگ یا اصلاح رژیم پاسخ نیست، پاسخ این مجموعه بحرانهایی که کشور 80 میلیونی ایران باش مواجه است، پاسخ انقلاب هست، و اگر قرار درس بگیریم از انقلاب شکست خوردی 57 که فقط شاه برود، بس بعد از مرگ شاه، من یادم میاد توی دانشگاه گیلان یک سری از این زندانیان سیاسی چپ تازه آزاد شده بودن، قرار بود بیان سخنرانی کنن، ما شعار میدادیم ایران را سراسر سیاه‌کل میکنیم، حزب الله اونجا شعار میدادن میزدن شیشه ایران را سراسر کربلا میکنیم، بعد میگفتیم رفقا اینا چی میگن، میگه آقا جان بس بعد از مرگ شاه، یعنی هیچ تلاشی برای اینکه صف خودشون از صف خمینیستا طرفدارای خمینی جدا کنن و آلترناتیو مستقل خودشون رو ارائه بدن، هیچ تلاشی صورت نمیگرفت، خیلی جزئی و کمرنگ و همه چیز به بعد از مرگ شاه یا رفتن شاه سپرده شد. اگه قراره که این تجربه دوباره تکرار نشه، اون وقت باید بگیم به مردم، اولا که انقلاب را ما نمی کنیم، انقلاب خودش میاد، بعد ولی به مردم باید بگیم که ما برای کدام آلترناتیو مبارزه می کنیم دیگه. در واقع در انقلاب نوین یا آتی ایران ما شاهد جنگ گفتمان ها خواهیم بود. این گفتمانی که شما، این بدیلی که شما ازش دفاع می کنید چه مختصاتی داره؟ بله، من تلاش کردم تو بخش اول صحبتم از یک جاهایی که پای آدم روی زمین قرار میگیره آغاز کنم و اون سرنگونی انقلابی، چون که از اوتوپی به قول رفیق شادیار، خب به هر حال از اوتوپی ها میشه نشست و صحبت کرد، ما الان بیشتر میپردازیم به اون قسمتی که پای ما روی زمین قرار میگیره و از فردا وظیفه مند میشیم براش، یعنی میگیم که خب حالا که اینجوریه پس بچه کار کرد. من از سرنگونی انقلابی صحبت کردم و از سلب فاصله گرفتم، ولی از سلب فاصله گرفتن به قول بازم رفیق امری اوتوپیک نیست. ما باید ببینیم که خب اولین قدم ما چیه، بعد از این که از این فاصله میگیریم باید یک بحث ایجابی داشته باشیم. چرا ایجابی؟ به خاطر اینکه اگر سلبو در همون درجه سلب خودش نگهداری، یعنی ادامه وضع موجود تا ببینیم بعدن که پیروز شدیم چی کار کنیم. این کاری بود که انقلاب عمل کرد. ما در دل کشورهای مثل ایران یا کشورهایی که این وضعیت بسیار خفقان و دیکتاتوری به عنوان امر ساختاری درشون مطرحه، اینا نمیتونن از قبل حزبشون درست کرده باشن، همه کاراشون کرده باشن، بعد انقلاب که میشه بیان الله مثلا بگن که حالا ما میگیریم حکومت میکنیم. اینا در دل جریان قیام و انقلابی که شکل میدن به اون خودشون، نیروشون
و بستگی داره که چقدر کار قبلی شده باشه، چقدر ذهنیت توده‌ای، ذهنیت طبقاتی مثلا آمادگی داشته باشه که اینا بتونه از دل این مقولات سلبی خودشون فقط در نیارن، مقولات اثباتی در بیارن. به این خاطر ما که توی ایران زندگی میکنیم در جریان قیام، در جریان انقلاب متشکل میشیم. اساسا تشکلات واقعی ما توی این پروسس شکل میگیره. اگر از الان با این دیدگاه به اصطلاح که فقط با سلب سرکار داره بیایم جلو، وقت هیچ صحبتی نداریم از اون قضیه‌ای که میخواد اتفاق بیفته. به این خاطر اگر که از پایین انقلابی صورت میگیره، اگر که همونجور که شما هم گفتید ما به امید کودتایی، به امید کمک خارجی، به امید سرمایه‌داری جهانی اینا نیستیم و انقلابی از پایین میخواد انجام بگیره، این باید بدونه که خب بعد از اینکه این سرنگونی به اتفاق میفته، جایگاهش در حکومت، در سرنوشت خودش کجاست. ما به این میگیم ایجابی. حالا اینکه ایجابی یعنی سوسیالیست، سوسیالیسم یک باره انجام نمیشه. سوسیالیسم اساسا یک دوره گذاره، یک آغازی داره، یک انجامی داره. آغازش از شکستن ماشین دولتی آغاز میشه. زمانی که شما ماشین دولتی رو میشکنی، اولین قدم رو برداشتی برای این که بتونی این حرکت رو انجام بدی و سرمایه ها رو به اصطلاح از حاکمیت برداری. اونا نباشن که تصمیم میگیرن برای زندگی اجتماعی. الان اینه که سرمایه اجازه نمیده حقوقا اینقدر بشه، سرمایه اجازه نمیده بیکاری بعد اینجوری باشه و و و و نئولیبرالیسم بعد اینجوری بشه، این حاکمیت باید از بین بره. خب این یه قدمه. اینا همه کارهاییه که بلافاصله بعد از انقلاب باید انجام بشه. یعنی طبقه کارگر اگر بر این واقف نباشه، مثلا باید بیاد حالا امور سرمایه رو پیش ببره، حالا باید بیاد چیکار بکنه؟ مردم فقیر و زحمتکش باید بیان بگن چون نئولیبرالیسم در سطح جهان حاکمه، پس ما هم حالا بیایم کارم نمیدونم اینجور کنیم اونجور کنیم اینا. حتی اگر که بیان و اصلا جایی داشته باشن، ما دو تا مسئله رو میخوایم: تعبیه کردن جایی برای این اکثریت عظیم. فقط طبقه کارگر نیست، طبیعتا مردم زحمتکش هم هستن توی جامعه، باید بتونن بر سرنوشت خودشون حاکم باشن. ما شوراها رو انتخاب کنیم، حالا بعدا میخواد در این مرتبط بگن، زیاد وارد اون قضیه نمیشم. ما فکر میکنیم که اولین قدم ها سرنگونی انقلابی با وجه اثباتیشه و نه فقط سلبی. سلبی یک خطر بزرگه برای انقلاب. خب بیرنگ عزیز، این گفتمانی که چپای انقلابی سرنگون طلب معترض به انقلاب اجتماعی ازش دفاع میکنن، دو تا مابعضا داره دیگه. یه مابعضای اقتصادی اجتماعی داره، یعنی عبور از سرمایه داری، یعنی قرار نیست فقط ما از استبداد سیاسی مذهبی جمهوری اسلامی عبور کنیم، قرار از نظام سرمایه داری هم عبور کنیم، گذار به سوسیالیسم. آیا شما اینو معتقد هستید یا نه؟ یا مثل بخشی از این چپا که میگن زوده گذار به سوسیالیسم، درست؟ یکی هم ما به ازای سیاسی هست، یعنی حکومتی، نحوه اداری جامعه، نحوه حاکمیت، چه بدیلی و فلان اینا. یعنی این مختصات این آلترناتیو رو هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی و تفاوتش با گفتمان‌های بورژوایی دیگه که از سرنگونی یا براندازی رژیم دفاع می‌کنند. قطعاً من معتقد به گذر از سرمایه‌داری و در بُعد رادیکال سوسیالیست برای من جنبش لغو کار موذیه و جنبش لغو مالکیت خصوصی، حاکمیت طبقه کارگر بر و حکومت طبقه کارگره، یه حکومت کارگریه. من فکر میکنم که در مورد سلب رفقا دچار یک سوء تفاهمی شدن در مورد صحبت‌های من. ببینید، سلب برای من اصلا سوسیالیسم در اندیشه مارکس یک اندیشه سلبیست و به جز در ایدئولوژی آلمانی، اونم یک فرازهای بسیار کوتاهی در مورد اینکه در انقلاب بعد از برانداختن سرمایه داری چه چیزی به وجود میاد، مارکس نمیاد بحثی بکنه. یعنی میاد میگه که در مورد کار صحبت میکنه در فصل از ایدئولوژی آلمانی و اینکه در نظام سوسیالیستی که ما در موردش صحبت میکنیم کار به چه شکلیه، اونم خیلی کوتاه. انقدر این مسئله بعد زمینی نداره و نامشخصه، مارکس جرأت ورود به این داستان رو نداره. لنین در جایی که در مورد انقلاب صحبت میکنه میگه که مردم مثل سابق نمیتونن زندگی بکنن و حاکمیت فعلی هم مثل سابق نمیتونه به حاکمیتش ادامه بده. انقلاب اکتبر
انقلاب اکتبر رو چه باید کرد به پیروزی نرسوند. انقلاب اکتبر اندیشه های سلبی تزهای آوریل بود که به پیروزی رسوند. اینکه سلب رو چه طبقه ای انجام میده، چگونه انجام میده و از چه نقطه ای انجام میده، سلب رو متفاوت میکنه. هر سلبی سلب نیست. من در مورد این صحبت کردم. و حاکمیت سرمایه‌داری، نه اینکه حاکمیت سرمایه‌داری در ایران، اپوزیسیون سرمایه‌داری ببخشید، به حاکمیت موجود میگه، با نه اینکه آلترناتیو کارگری میگه، خیلی متفاوته و بسیار متفاوته. و انقلاب در خودش به نظر من این سلبو داره. یعنی ما نمیتونیم در مورد وضعیتی که موجود نیست آلترناتیو بدیم و صحبت بکنیم. در مورد نحوه این پیروزی، در مورد اینکه چه چیزی رو شما میخواهید براندازی بکنید، در مورد اینکه چه وضعیتی رو میخواهید از بین ببرید، در مورد اینکه چه چیزی رو میخواهید لغو بکنید، این خود به خودش در خودش ایجاب به وجود خواهد آورد. بنابراین تأکید بر این ایجاب به نوعی به نظر من کم کردن اون دوز انقلابیگری و اون دوز به پیش رفتنه. من در مورد این فکر میکنم که در انقلاب آتی ایران یک بدیهیاتی موجوده و اون بدیهیات اینه که بیایم در مورد این صحبت بکنیم که وضعیت فعلی، یعنی وضعیتی که بین جنگ و تحریم قرار گرفته، وضعیت جمهوری اسلامی، یعنی اینکه یا باید با وضعیت تحریم ادامه پیدا کنه و حیاتش رو، یا اینکه وارد یک جنگی با جمهوری با ایالات متحده آمریکا بشه، آیا این وضعیت قابل ادامه است؟ و اینکه طبقه کارگر ایران و جنبشش تا چه اندازه آمادگی این رو داره که بتونه مهره رو بچینه و ورق رو برگردونه و بتونه وضعیت رو تغییر بده. به نظر من این برهه زمانی یک فرصت بسیار تاریخیه. من امروز در یه یادداشتی بهش اشاره کردم، گفتم که در وضعیت فعلی طبقه کارگر در ایران، آیا این پرسش رو مطرح کردم، آیا این آمادگی رو داره که برق رو برگردونه؟ تا چه اندازه تونسته یک جنبش سراسری رو به وجود بیاره؟ تا چه اندازه تونسته مبارزات سیاسیش رو از یک فاز اقتصادی و اکونومیستی وارد یک فاز سیاسی و یک آرایش سیاسی و رویارویی سیاسی با حاکمیت طبقاتی در ایران بکنه؟ این پرسش‌هایی که به نظر من باید در روبروی همه نیروهای چپ و سوسیالیست قرار بگیره و بتونن بهش پاسخ بدن. اگر ما این وضعیت نتونیم کاری بکنیم، در وضعیت جنگی شانس پیروزی انقلاب سوسیالیستی، شانس پیروزی انقلاب کارگری به صفر خواهد رسید. در جنگ همه به فکر این هستن که آواره نشن، از این شهر به اون شهر برن، بمب رو سرشون نریزه. شما نمیتونید تغییر بزرگی رو ایجاد بکنید. وضعیت شما استیبل نیست. در وضعیت تحریم هم به همین شکل. بعضیا فکر میکنن که با فشار اقتصادی که ایالات متحده و متحدانش دارن به جمهوری اسلامی میارن، میشه یک وضعیتی به وجود بیاد که مردم نتونن دیگه زندگی کنن و برن اعتراض کنن. و چرا بعد از گذشت 40 سال این تحریم ها در مورد جمهوری اسلامی وجود داره؟ چرا بعد از گذشت 40 سال حاکمیتی که در تحریم زندگی کرده، حالا یه دوره کم بوده یه دوره زیاد بوده این تحریم ها، اتفاق ویژه‌ای نیفتاده؟ من فکر میکنم که در وضعیت تحریم و در وضعیت جنگ، در وضعیت دوگانه‌ای که قرار داره و حاکمیت هیچ برنامه‌ای نداره برای پیش برده اینکه 2 سال آینده و 3 سال آینده چه اتفاقی پیش میاد، بهترین فرصتیه که برای نیروهای سیاسی چپ و طبقه کارگر بتونن این ورق رو برگردونن. ما به یه تز آوریل جدیدی نیاز داریم که متاسفانه این تز از طرف هیچ کدوم از نیروها مطرح نیست. مرسی رفیق بیروس. این اگر صحبتی در مورد نکاتی که رفقا گفتن در مورد مابزای اقتصادی سیاسی این آلترناتیو مورد دفاع میتونید بگید. در این حال در جریان جنبش کارگران هفت‌تپه و فولاد اهواز، یکی از عظیمترین جنبش‌های کارگری شاید کل تاریخ ایران، ما یک شعاری از دارو قبلا مثلا خب نیروهای مختلف چپ در برنامه‌های خودشون، برنامه‌های خودشون صحبت از دولت نوع کمون، بدیل شورایی، حکومت شورایی اینا می‌کردن. شاید برای مثلا از دل یک جنبش توسط خود اون جنبش کارگری و توده‌های وسیع مثلا شعار نانکار آزادی اداری شورایی در اومد.
خود رابطه این آلترناتیوی که ما ازش دفاع میکنیم و این راهی که کارگران هفت تپه و یکی از رهبرانشون اسماعیل بخشی نشون داد با شعار نانکار آزادی اداری شورایی، یعنی مسیری اون گفتمانی رو که ما باید در انقلاب نوین ایران آتی ایران ازش دفاع کنیم. میشنویم نظرشون. من اصلا این نکته ای که آخری که تو گفتی شروع میکنم تا یه سری صحبتایی رو ادامه بدم. البته من از این موقعیتم که آخر از بعد رفقای دیگه حرف میزنن سوء استفاده نمیکنم که حتما بهشون برخورد بکنم، اینی که بحث خودم رو میکنم. به این معنا که این که همین که این شعار اداره شورایی نانکار مسکن آزادی و غیره به انواع مختلفش که ما شنیدیم اومد، اولا نشون میداد که خواسته هایی که انقلاب بهمن رو به حرکت در آورد اجرا نشد و ما با یک پدیده بازگشت به خواستهای انقلاب بهمن روبرو هستیم. این ورشکستگی 40 سال حکومت جمهوری اسلامیه. حکومت جمهوری اسلامی شکست اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی خورده و در اومدن این شعارها و این دریای اعتراضات کارگری، فراموش نکنیم ایران کشور اعتراضات و به اصطلاح اعتصابات کارگری هست، در کشوری که اعتصاب ممنوعه، یادمون نره، در کشوری که کارگرها حق ندارن به طور قانونی دست به اعتصاب بزنن، ولی سرکوب جلوی این اعتصاب ها رو نمیتونه بگیره و این جنبش مطالباتی طبقه کارگر و حقوق گیران ایران، معلمان، پرستاران و حتی بازنشسته ها خودش رو با شدت 8 تامتن نشون میده. این که این شعار از تو این در میاد، فقط این شعار در نیامد، البته حتی شعارهای یکی دو جا هم دیدیم که شعارهای رضاخان و روح شاد و این چیزا هم ما شنیدیم، یعنی گرایشات مختلفی رو ما داریم میبینیم، ولی کدوم یکی از این شعارهاست که با اون خواسته واقعی که تو اینا هستن برای نان و کار و آزادی اینا هستن کدومشون میخونه؟ دقیقا همین شعاری که توی هفت تپه اومده. این تصادفی نیست. من تکرار میکنم جنبش بزرگی که منجر به انقلاب شکست خورده بهمن شد با خودش ایده شوراها و تشکیلات نوع شورایی رو با خودش آورد، یعنی در حافظه طبقاتی کارگران و زحمتکشان ایران این مسئله وجود داره. و باز هم تکرار میکنم اینو هیچ رهبر انقلابی سیاسی مطرح نکرد، نه سازمان چریکای فدای خلق مطرح کرد، نه مجاهدین اون موقع مطرح کردن که ربطی به این مجاهدین الان ندارن، و نه گروه های کوچک و بزرگ دیگه که بودن، هیچ کدوم این ایده سازماندهی رو مطرح نکردن. مثل همه ایده های بزرگ، این ایده ها از توی جنبش طبقاتی و میلیونی مردم اومدن بیرون، همونطوری که در انقلاب اکتبر هم شوراها رو بولشویک ها و منشویک ها مطرح نکرده بودن، این در سن پترزبورگ از جنبش کارگران روسیه اومد بیرون و اینها فرمولش کردن. فرق ما با اونها اینه که اونا تونستن این رو فرموله بکنن، رهبران عالی قدری داشتن که این رو به سرعت فهمیدن و در رأسش لنین که تونستن اینو فرموله بکنن و داستاناشو میدونیم، اون مسئله چرخش توی تزهای آوریل و غیر اینها به اصطلاح یک رعد و برق در آسمان بی ابر نبود، بر اساس یک جنبش واقعی طبقاتی بود که داشت پولاریزه میشد و یه آدمی مثل لنین که نبض جامعه دستش بود خیلی سریع زودتر از بقیه این رو دید، فرموله کرد و خوشبختانه روش پافشرد و جنبش رو به جلو برد. در انقلاب بهمن شکست خورده ما این اتفاق نیفتاد. ایده تشکلات کارگری، تشکلات محلاتی، کارمندی، همه اینهایی که ما داریم میبینیم از توی این جنبش اومد. فعالین چپ هم درش نقش بسیار سنگینی رو ایفا کردن و این جنبش رو آوردن جلو. ما با تکرار اون روبرو هستیم. اینه که به ما اجازه میده که ما اون در جنبه ایجابی که میخواییم مطرح بکنیم، این مسئله که مسئله خودگردانی، این که طبقه کارگر و حقوق بگیران ایران باید خودشون رو آماده بکنن برای خودگردانی. از اینجا نقد میزنم به نکته که هم سعید گفت هم بهرنگ گفت، به یه نوعی شادی هم گفت، به این معنا که ما باید به کارگرها بگیم که اگر شما فردای تغییری که میخواد اتفاق بیفته حکومت رو خودتون دست نگیرید و این دستگاه حکومتی که موجود هست با همین انجمنها و کنترل‌هایی که خودتون ایجاد می‌کنید جایگزین نکنید، داستان به روال سابق برخواهد گشت. این ماشین دولتی شما رو خرد خواهد کرد. اینجاست اون شروع مبارزه برای سوسیالیسم که ما میگیم از همین امروز. معلومه که هیچ کس نمیگه در اقتصادی مثل اقتصاد ایران که تا مغز استخون وابسته اقتصاد جهانی هست، 80% مایحتاجش از طریق واردات هست، شما نمیتونید بلافاصله احکام سوسیالیستی رو اینجا پیاده بکنید. روشنه ما یک دوران گذار و یک کمی ماقبل گذار هم داریم، ولی یک چیزی توش هست که ما به هیچ وجه نمیتونیم سرش سازش بکنیم و اون درس کمون پاریس، درس انقلاب اکتبر، درس انقلاب بهمنه. و اینکه اگر شما ماشین دولتی رو که اینجوری هست
دست نخورده بازی بذارید، همین مکانیزم ها رو بپذیرید، عنصر خودگردانی رو درش وارد نکنید، شوراها رو تبدیل به نهادهای تصمیم گیری نکنید، کمیته های محلاتتون رو ثبات بهش ندید، داستان با فاصله کوتاهی برخواهد گشت و دوباره همون داستان تکرار خواهد شد. شما نگاه بکنید در آمریکای لاتین، عروج سوسیال دموکرات ها در این کشورها، شاوز در ونزوئلا، لولا در برزیل، در شیلی، در بولیوی، در نیکاراگوه، اینا همه انسان هایی بودن با ایده های بسیار انسان دوستانه و من تردیدی در این ندارم که در تمام اینها رهبرانشون واقعا طرفدار عدالت اجتماعی بودن. اقدامات اولیه که سازمان دادن این رو واقعا ثابت میکرد. رانت نفتی رو، درآمدهایی رو بودن از دست این 1%ها کشیدن بیرون و پخش کردن توی مردم، ولی یک کاری رو نکردن و اون اینه که دستگاه دولتی رو دست نخورده باقی گذاشتن و در بساط بورژوازی شروع کردن بازی کردن و بورژوازی بهتر از هر کسی میتونه از این دستگاه دولتی استفاده بکنه برای خردکرد کردن شما. کاری که در برزیل با زندان انداختن لولا کردن، در ونزوئلا با این بایکوت ها تحریم ها دارن میکنن، در بولیوی و نیکاراگوا هم همین مسائل دارن به پیش میبرن. اگر ما دستگاه دولتی رو اینو باید ما آموزش بدیم در جریان این خیزها با یادآوری تجارب انقلاب بهمن و اینکه این توده های مردم بودن که این اشکال خودگردانی و خودتصمیمگیری رو ایجاد کردن، اینها رو ما باید تثبیت بکنیم. ما باید اون بحث معروف گرامشی رو که این خاکریزها رو ما باید دائم به جلو ببریم الان ترکیب بکنیم با اینکه این شکل هایی که شما ایجاد میکنید، این حرکاتی که شما دارید انجام میدید، این اتحادیه ها، این انجمن ها، این شوراهایی که به وجود خواهد اومد، اینها نبایستی میدان رو خالی بذارن و برعکس باید خودشون رو تبدیل به نهادهای تصمیم گیرنده بکنن. اگر ما موفق بشیم این ایده رو در بین فعالین کارگری و فعالین حقوق ایران و تویدستان شهر و روستا جا بندازیم، عبور از انقلاب سیاسی به عدالت اجتماعی رو تضمین کردیم. اگر نکنیم به فاصله کوتاهی داستان دوباره تکرار خواهد شد. این یه تصادف تاریخی نیست و یک شعاری نیست که آدمی مثل مارکس که تا قبل از کمون پاریس یک کلمه راجع به اینکه دولت چجوری باید باشه حرف نمیزنه. آدمی که یک کسی مثل جوزف موزس، من خسته نمیشم از تکرار کردن این خاطره تاریخی، یه 10 ثانیه از وقتمو میذارم روی این. آدمی مثل موزس هس که قبل از مارکس کمونیست شده بود، وقتی مارکس رو میبینه نامه ای مینویسه به دوستش، میگه آقا جون ببین من با یه جانوری آشنا شدم، بهش میگن دکتر مارکس. هگل و شیلر و کانت و فیخته و همه اینا رو بگیر بکن یه آدم میشه مارکس. دانش عمومی سیاسی رو این توی خودش داره. این آدم با این مشخصات به خودش اجازه نمیده سر جنبه ایجابی انقلاب کارگری حرف بزنه. تا وقتی که کمون پاریس اتفاق میفته، تا وقتی که نوع دولت از توی جنبش کارگری میاد بیرون، ما هم انجیر نمیتونیم بشه مثل این مارکسیستای دانشگاهی که قربونش برم برای شما میشینن جدول تعیین میکنن که حتی استارداد بادرات هم چند درصدش چجوری باید باشه، چند درصدش نباید باشه، کجا انتخابات چجوری باید انجام بده. اینا همش حرفه، اینا همش تئوری های خاکستریه که در جریان مبارزه طبقاتی باید صیقل بخوره. ما همون روش دیالکتیکی مارکس رو باید بگیریم. چرا پس به خودمون اجازه میدیم که حرف از شورا بزنیم؟ چون انقلاب بهمن رو دیدیم، چون جنبش هفت تپه رو داریم میبینیم. ضمناً درسته که جنبش کارگران ایران الان مطالباتیه، ولی فراموش نکنیم که جهش های بزرگی هم کرده. اینکه معترضین میرن توی نماز جمعه اصفهان پشت به آخوند میشینن، امام جمعه میشینن، میگن پشت به دشمن رو به مردم، این همون مرگ بر خامنه‌ایه، نمیتونه بده چون زبونشو میکشن بیرون، ولی وقتی اونجا میشینه پشت میکنه به نماینده خامنه‌ای و میگه پشت به دشمن، یعنی یه سطح معینی از شروع سیاسی هم پیدا کرده. میخوام اینو بگم که جنبش مطالباتی ما در هر لحظه میتونه تبدیل به جنبش سیاسی بشه. عناصر سیاسی و آگاهی سیاسی به فراوانی در این جنبش هست و باز هم این جرقه نانکار اداره شورایی که مطرح شده، درسته یک جرقه است و تکرار نشد جای دیگه، ولی نشون دهنده همین پتانسیله که به ما اجازه میده خیلی خوشبین باشیم که این پل بین انقلاب سیاسی و عدالت اجتماعی رو ما میتونیم در ایران بزنیم، به شرط اینکه این مسئله رو مطرح. مرسی. رفیق شادیا، شما البته میتونید نظرتون رو در مورد نانکار آزادی در شورای بگید. در این حال یک سوالی مطرح میشه در میان بخشای وسیع از من، دشمنان سوسیالیسم نه، مثلا بخشای وسیع از کارگران زحمتکشان میخوان از شر این جمهوری اسلامی هم خلاص بشن، یک زندگی در خور انسان میخوان
اما وقتی ما میگیم آلترناتیومون سوسیالیستیه، بلافاصله ما را رجوع میدن به همه این تجارب یک سال اخیر، میگن که چی تضمینی هست که این ایران 80 میلیونی به سرنوشت شوروی یا اروپای شرقی یا الان کوبا یا منم کره شمالی فلان دوچار نشه. چین و ویتنام هم که سریع دارن رشد اقتصادی میکنن، برای اینکه سر اسب کش کردن دارن به قول معروف آمریکا با بمب‌افکن‌های B-52 و ویتنام رو نتونست رو تسخیر بکنه، الان برگر کینگ و مکدونالد و والمارت دارن اونجا رو میگن. خب میگن بعد در این حال اون تجربه اردوگاه‌های اجباری و بکش بکش و اعدام و شکنجه و سرکوب و اینا و استبدادی که ما در این کشورها شاهد بودیم یا اونایی که آخرینهایی که باقی مونده کماکان هستیم، شما چه تضمین که الان چی بگم؟ چرا فکر میکنید این بدیل یا گفتمانی که الان شما ازش دفاع میکنید تفاوت ماهوی داره با اون پروژه شکست خوردیه که به نام سوسیالیسم یا کمونیسم متعرف شد؟ من فکر کنم جواب این سوالتون رو توی همون سوال اول که ازم پرسیدین کما بیش گفتم، ولی حالا بیشتر شرح میدم. ولی میخوام یه قبلش در مورد شعار نانکار آزادی اداره شوره که یه مقدار من نقد دارم به این شعار صحبت بکنم و پیشش یه سری پیش فرض های شد که رفقا کردم و فکر میکنم ما همه داریم یه حرف رو میزنیم ولی داریم جور دیگه ای بیان میکنیم در مورد مسئله سلبی و ایجابی که ممکنه شنونده رو یه مقدار گیج بکنه که بالاخره منظور ما از سلبی و ایجابی چیه. ببینید مارکس اصلا متد مارکسی متد سلبی نیست. مارکس اولین جز اولین کارهایی که همراه با انگلس میکنه نوشتن کتاب خانواده مقدسه که به نوع نگاه سلبی که سوسیالیست های اون دوران داشتن نقد میکنه. قبلش قرار بود اسمشو بذاره نقد نقادانه یا نقد انتقاد نقادانه و بعد اسمش رو خودش تغییر میده بدون اینکه حتی با انگلس در واقع هماهنگ بکنه و اسمش رو میذاره خانواده مقدس. خیلی چیزا در اونجا مطرح میشه ولی بیشتری نقدش به این نگاه کاملا سلبی بود، یعنی اینکه شما نفی بکنید و بعد مشکل پیدا بکنید، چون از لحاظ فلسفی البته میاد بحث رو باز میکنه که نفی در نفی و بعد میخواین چی کار بکنید، در یک پروسه پادر هوایی به قول معروف گیر میافتید که سوسیالیست های اون دوران داشتن و من اعتقاد دارم سوسیالیست های قرن بیستم داشتن، اعتقاد دارم سوسیالیست های امروز حتی بیشتر از قبل دارن و درگیر نقد میشن و تبدیل میشن به گروه های فشار، گروه هایی که برای حتی به دست آوردن قدرت سیاسی هم حتی حاضر نیستن قدم جلو بذارن و ته ته این که بخوان قدمی هم به سمت قدرت سیاسی بذارن پارلمانتاریزم یا چه میدونم سوسیال دموکراسی دولت های رفاه، یعنی دیگه پایان ایدئولوژی اونهاست، چون از نگاه فقط تنها سلبی میاد. این که پاسخ یا چیزی که مثلا بهرام میگه، من موضوع سلبی که بهرام میگه اینه در واقع که امروز مردم میگن ما وضعمون بده و تو باید بگی باید به این بد بودن وضعت بگی نه، میگن امروز ما سرکوب میشیم تو باید به این سرکوب بگی نه، ولی این آیا کافیه؟ آیا در مقابلش وقتی که ما فوریریسم رو داریم که باز هم این اوتوپیا رو مارکس میاد و نقد میکنه در نقد فلسفه هگل به خصوص به شدت بهش میتازه، چرا ما میگیم که فرق داره؟ یا صحبت یا رفیق بهروز در مورد مارکس کردن که هگل و همه و همه و همه در یک فرد جمع شده بود و من میخوام بگم مارکس فراتر از اینها بود و اولین کار که کرد فاصلش رو با اینها مشخص کرد. ما ماتریالیزم تاریخی رو داریم، این چیزیه که ما باید به دست بگیریم اگر میخوایم تغییری بدیم. چیزی که مارکسیست ها، بیشتر مارکسیست های جهان، کسایی که حداقل میتونستن نقشی رو در پروژه اجتماعی ایفا بکنن هرگز سراغش نرفتن، یعنی که ما بتونیم در موقعیت زمانی، موقعیت مکانی و با گذشته و رابطه کار و اقتصادی که در اون جامعه هست بتونیم این رو ببینیم، مشخصا ببینیم و بتونیم براش راه حل بدیم. تمام
اون کمونیسم یا دولت حکومت سوسیالیستی و اون جهانی که ما داریم تصور میکنیم و براش داریم میجنگیم از این مسیر رد میشه. مسیری که نه رویاهای آنچنانی داریم که یک دنیای عجیب غریب برابر یک دفعه بر ما نازل خواهد شد و براش مثلا بشینیم، به قول رفیق بروس حرف جالبی زد، خیلی ها میشه حتی برنامه مینویسن، مثلا ما یکیش حزب کارگره در بریتانیا، وزیر مثلا اگه قرار باشه ما یه روزی بر سر کار بیایم، بخش چپشون برای خودشون مثلا پیکتی رو آورده بودن که انقلاب کارگری میکنه و بعدش مثلا پیکتی میشه وزیرمون. یعنی حتی فراتر از اون چیزی که امروز هست تصوراتی میکنن و با واقعیت اصلا تطبیق نداره. ما اینجاست که باید بگیم خب اگه قرار من امروز کاری انجام بدم و این امروز باید اون حوزه های اجتماعیمو بشناسم و براش برنامه داشته باشم، براش پلان بچینم، کمک بکنم و تقویت بکنم، چیه؟ آیا ما تو این نانکار آزادی اداره شورایی داریم اینو میبینیم؟ نه، اتفاقا نانکار آزادی تا نانکار آزادیش یک شعار کاملا سلبیه و اوکی به حال خواسته مردمه، مردم امروز به نان نیاز دارن، بیکاری وجود داره، درآمد ندارن و نیاز به آزادی های اجتماعی دارن. پاسخش اداره شورایی یک ادبیات و یک زبان بسیار ویگ و نامشخصیه. ما میگیم اداره شورایی، کمونیست های بلوک شرقی هم میگن شوراها، کامیونیتریانیستا و اوباما و اونها هم در شوراها صحبت میکنن، پکاکا و اوجالان داره از شوراها صحبت میکنه، هیچ کدوم اینا می شباهتی به هم ندارن. ما وقتی داریم میگیم اداره شورایی دقیقا داریم چی رو میگیم؟ ما به کجا داریم میریم؟ آیا توی این جمله، توی این شعار ما اصلا جایی برای طبقه کارگر میبینیم؟ ما جایی برای تغییر وضعیت طبقه کارگر میبینیم یا فقط داریم دیمند و خواستش رو میبینیم؟ من نقدم به این نیستش که چرا مردم این حرف رو زدن، این خواستشونه، این خواسته هفته پس که این حرف رو زده، این شعار رو داده، این خواسته بخش. اتفاقا من فکر میکنم برعکس چیزی که رفیق بهروز گفتن، بیشتر از هفته پس این روزا رفته، یعنی خیلی هم محدود نبود این شعار و به دانشگاه ها رفت، بین معلمان رفت، بین بازنشستگان، بین پرستارا، خیلی داره وسعت پیدا میکنه و هی داره تکرار میشه به خاطر اینکه واقعیه، این نیاز مردمه. اما برای من سوسیالیست که میخوام برنامه‌ای داشته باشم برای تغییر این جامعه، من برای فرداش رو نمیدونم چی میشه. فرداش که میرسه متریالش خودش میاد و این رابطه دیالکتیک باید ادامه پیدا کنه. قطعا یک حوزه جدیدی برای مبارزه برای انسان و بشر فراهم خواهد شد، ولی اینکه چی هست رو ما نمیدونیم. چیزی که امروز هست رو در دست داریم و میدونیم که میخوام این تغییر رو بدیم. این تغییری که امروز میخوام بدم، طبقه کارگر در کجای این قرار گرفته؟ در جایش قرار نگرفته. ما در مورد اداره شورایی به حقیقت باید بیام تحقیق کنیم. اگر تحقیق نکنیم که ما چی میگیم، چی میخوایم و از چه نوع اداره‌ای واقعا و از چه نوع شورایی داریم صحبت میکنیم، نه تنها کمک داریم نمیکنیم، نه تنها هیچ تضمینی من ندارم و پاسخ شما رو دوباره اینجا میدم، نه تنها هیچ تضمین ندارم برای اینکه یک بورژوازی حتی بعد از بدتر بیاد، هیچ کسی نمیتونه این تضمین رو بکنه، از دلش قوم‌گرایی بیاد، تضاد طبقاتی بیشتر و فاصله طبقاتی بیشتر بشه. وقتی میگیم شورای محلات، میگیم در مورد کدوم محله داریم صحبت میکنیم؟ مثلا قیطریه بیاد شوراشو تشکیل بشه، خودگردانی داشته باشه، در مقابلش نازی‌آباد هم داره خودگردانی میکنه، آیا ما به برابری رسیدیم؟ جای برابری در این بخش ما کجاست و این سیستم باید چطور کار کنه؟ به نظر من اگه سوال دیگه هست در این مورد بعدن صحبت بکنیم. آره، بعدن در مورد این برحال من شما نقد کردید ولی دقیقا نگفتید که آلترناتیو مورد نظر برحال چه هست اگه اداره شورایی نیست. حالا میتونیم از من هم اداره شورایی نیست، گفتم باید اداره شورایی رو تجربه کنیم. در هیچ شعاری که کارگران نمیتونن به دنبالش یک کتاب هم گسترش بیارن، اون وقت از لابلای، چون مثلا یه زمانی بود روی انقلاب اکتبر اگر دقت کرده باشید، ابتدا اکثریت شوراها دست منشویک‌ها بود، دست اسرائیل‌ها بود. در دو ماهی نزدیک به انقلاب اکتبر بود که گرایش به اصطلاح معتقد به گفتمان بلشویک‌ها اکثریت رو به دست آورد در شهرهای چین.
یعنی من با حرف شما کاملا موافقم که شورا اتوماتیک وار این که هر جا شورا تشکیل بشه ممکنه که اصلا در یک شورا اصلا چه میدونم مجاهدین اکثریت داشته باشن، نیروهای ناسیونالیست قومی اکثریت داشته باشن، یا حتی مثلا تو شمال شهر تهران به قول شما سلطنت طلبها اکثریت داشته باشن. ولی به هر حال ما در تقابل رفیق سید، در تقابل این کمونیست ها فقط به لحاظ اقتصادی نقد ندارن به سرمایه. خب مثلا میگم مشخصه، رفیق بهرنگ هم گفت لغو کار مزدوری، پایان دادن مالکیت خصوصی، مالکیت اجتماعی و مثلا تأمین رفاه برای عموم به اصطلاح مردم و اینا. در این حال به لحاظ نوع حکومتی که میخوان، نوع دموکراسی که میخوان، نوع اداری جامعه هم آلترناتیو دارن، یعنی حرف دارن برای گفتن. در جوامع سرمایه‌داری یا ما شاهد دیکتاتوری و استبداد خشن هستیم، یا اونایی هم که مثلا احزاب آزادن یا نیمچه انتخاباتی هست شاهد دموکراسی لیبرالی و پارلمانی و این داستانا هستیم. نوع دموکراسی که ما براش مبارزه میکنیم و تفاوت این بدیل شورایی با انواع دیگر اداره حکومت و اداره جامعه چیه؟ دید تو و به این پرسشم البته خود شادیار هم نتونست بهش پاسخ بده، یعنی فرصت نکرد بهش پاسخ بده. به این مردم چی بگیم؟ آقا جان اونا هم که بلشویک ها میگفتن همه قدرت بذاره شوراها دیگه، دموکراسی های تودی و چین و ویتنام و اینا همینو میگفتن، ولی دیدیم آخرش همشون شدن سیستم تک حزبی. چه گارانتی وجود داره که این بدیل شورایی که ما ازش دفاع میکنیم مثلا تفاوت بنیادی داشته باشه با اون، و باید چه راهل هایی بذاره که به اون سرنوشت اسلاف خودش دوچار نشه؟ رفیق سعید میشنوید. بله، به مسئله میکردی در رابطه با دموکراسی. ما الان فقط نیستیم که از دموکراسی معینی به اسم شوراها صحبت میکنیم، به هر حال توی سطح جامعه به شدت این مسئله به حساب قطبی شده در مورد دموکراسی بورژوایی و دموکراسی کارگری. دموکراسی بورژوایی اساسا بر رأی به اصطلاح متکیه. خب میگه که رأی میدی تو، بعدش هم میز خونتون، بالاخره ما نمایندهاتون میان و این چیزی که پارلمان به هر حال و یه اینجور چیزایی رو پیش میبره. از حضور صحبتی نمیشه. شوراها تنها تفاوت و اساسی ترین تفاوتی که با دموکراسی بورژوایی دارن حضوره، یعنی شما در سرنوشت خودت حضور پیدا میکنی، نه فقط رأی میدی. به این خاطر دو تا مؤلفه که به هم جمع میشه دموکراسی کارگری رو تشکیل میده، خارج از این که چه کاری بکنه این بعدن، چه جوری بسیار اشکالاتی داشته باشه نداشته باشه، این تفاوت عمده امروز محوریه که باید با بورژوازی و مدعیان بسیار زیاد داره دموکراسی الان در وضعیت کنونی، از جمله این که حالا رفراندوم بدیم نمیدونم این کار کنیم، نه همه این آلترناتیوان دیگه، یعنی کسانی هستن که بدون حضور. ما از حضور صحبت میکنیم، رأی به اضافه حضور یعنی شورا، یعنی یک بحث به اصطلاح ایجابیه. اونایی که میان میگن فقط رأی رو چرا نمیگیرید، باید با حضور هم تکلیفشون رو معین کنن، مردم حضور داشته باشن در سرنوشت خودشون یا نداشته باشن. این یه بحثی که دیگه اومده وسط، یعنی باید بیاد وسط و کمونیستا کمک کنن که این وسط بمونه، روی میز باقی بمونه، هر کسی مجبور باشه بهش پاسخ بده. شما میخوای بری میگی رأی بده برو خونت، همون کاری که تمام به اصطلاح مجلس مؤسسان ها و نمیدونم رفراندوم ها و اینا گوجوهی سالا کردن. ما باید اینو بتونیم به اصطلاح تثبیت کنیم، خارج از این که بعدن شورا در واقع سوسیالیسم نیست، شورا کمونیسم نیست، اما ابزاریه که بر سرنوشت خودت میتونی حاکم بشی و تازه مبارزه طبقاتی باز میشه، یعنی امکان مبارزه طبقاتی در شوراها، شوراها خودش مرکز مبارزه طبقاتی هم هست، یعنی این پیش میاد. ما از این طریق فکر میکنیم که دموکراسی عالی‌تری رو به اصطلاح پیشنهاد میکنیم به جامعه و فکر میکنیم که در اون دموکراسی به اصطلاح شورایی مبارزه طبقاتی از بین نمیره، مبارزه طبقاتی تازه
وسیع، گسترده و با ابزار واقعی خودش روی پاهای خودش پیش میره و دیگه نمایندگی نیست، مستقیما به اصطلاح در بین توده‌های کارگر زحمتکش پیش میره. اون چی که ما میگیم برای به اصطلاح زمین زدن سرمایه، خب به هر حال استثمار یه مقوله اساسی برای سوسیالیستا. استثمارش میخوایم چی کار میکنیم؟ مسئله تصمیم گیری بر سر ایناست. همونجور که در حکومت بورژوازی استثمار رو نمیشه در مورد مجلس سوئد مثلا میگن ایمان نمیشه صحبت کرد، صحبت نداره، یه سه چیزا صحبت نداره. درسته دموکراسی داریم ما، درسته ما خیلی دموکرات هستیم، ولی در مورد همه چی که نمیشه اینجا صحبت بکنیم. در مورد اینکه الان استثمار نشه، نمیشه رای گیری کرد اینجا مثلا استثمار رو بین بره، یعنی سیستم عوض بشه. دولت کارگری استثمار رو باید تعیین تکلیف کنه باش، یه واقعیتیه. نمیشه از ثمره کار دیگران خورد. میتونه این یه جای محدود، یه جای بیشتر، یه جای کمتر، حالا چجوری سازمان پیدا بکنه ربط داره به خود جامعه و اون زمان و شوراهاش، ولی ما معتقدیم که استثمار ممنوعه. در این میگیم استثمار باید ممنوع بشه، مگر اینکه اون شوراها بگن که اینجا مثلا انقدر اینجوری بشه، انقدر اونجا اینجوری بشه. ولی به طور کلی جامعه تا مادام که این مسئله رو تعیین تکلیف باش نکرده، خب معلومه جامعه سرمایه‌داریه دیگه. اینه که آلترناتیو ما از این زاویه به هر حال اولا خود مردم، یکی از مقولات شورا هم نماینده ملتزمه. خیلی از کمونیست ها هستن که میگن نماینده ملتزم ما قبول نداریم، مقاله میشن نوشتن گفتن اینا. واقعیت اینه که نماینده باید ملتزم باشه. نماینده نمیتونه نظر خودش رو فقط پیش ببره، میتونه اونجا بگه که من نظر خودم، ولی این نمایندگیش التزامیه، یعنی مسائل میره پایین از پایین میاد بالا. یکی از تفاوت‌هایی که احتمالا میتونه بین این نوع شورا و اون نوع شوراهایی که به هر حال مرسوم بود به اصطلاح ترسیم کنه که قدرت در پایین باقی بمونه. یعنی شما نمیتونید به نمایندگی میشه مثل پارلمان دیگه. و اینکه یکی اینکه دولت حزبی نیست، دولت حزبی تمام پارلمانتاریسم اکثرشون اینا دولت حزبی هن. حالا منتصد تا حزبن، چهار تا حزبن، این میره اون میاد، این میاد، اینا حزبی هن. ولی حکومت شورای حزبی نیست، دموکراسی مستقیمه و نمایندگی ملتزمه. از پایین به هر حال قدرت سلب نمیشه، همواره قدرت در پایین باقی میمونه. بله. خب رفیق برن، شما هم اگر طرفدار بدیل شورایی هستید، اون وقت این پرسش مطرح میشه که اگر طرفدار بدیل شورایی هستید و اگر حدس بزنم که مثلا نقد دارید به اون اردوگاه به اصطلاح سوسیالیستی که فرو پاشید، رای خوب بود که فرو نپاشید، درست؟ با کودتا هم فرو نپاشیدن، با جنگ هم اشغال نظامی هم فرو نپاشیدن، خودشون از درون از هم پاشیدن. اگه به اونا نقد دارید و اگه طرفدار بدیل شورایی هستید، اون وقت سوال اینه، حق رأی عمومی، چون ما مثلا یکی از اصول حقوق بشر مثلا اینه برابر حقوقی شهروندان، یعنی همه شهروندان صرف نظر از تعلق طبقاتی، نظری که دارن، ملیتی که دارن، جنسیتی که دارن، گرایش جنسی که دارن، حق دارن در سرنوشت سیاسی محیط کار، محیط زندگی و کل کشورشون مداخله بکنن. این اصل برابر حقوقی شهروندی رو قبول دارید یا نه؟ و اینکه حق رأی عمومی آزاد و همچنین حق بی‌چون و چرای انتخاب شدن و انتخاب کردن و همچنین آزادی بی قید شرط سیاسی، از جمله آزادی بی حد و حصر اندیشه، بیان، تشکل برای همه صرف نظر از عقایدشون، در این بدیل از دید تو چی؟ آیا وجود داره؟ نداره؟ باش موافقی؟ مخالفی؟ چجوریه؟ خب قطعا مخالفم. به نظر من جز بدیهیاته، یعنی اگر مخالف نبودم اینجا نبودم دیگه، یعنی جای دیگه میرفتم عضو چیز سلطنت طلبه و فرشگردا میشد. ببین داستان به نظر من فکر میکنم که فراتر از این بحثای ایجابیست. من فکر میکنم که مشخصا در متون مارکسیستی، در اینکه حجمی و کوهی از ادبیات
در مورد این مسئله تولید شده و بحث شده، در مورد اینکه حاکمیت کارگری به چه نفع این دموکراسی مستقیم به چه صورت شکل میده. ما وقتی که در مورد شوراهای کارگری صحبت میکنیم یا در مورد شوراها صحبت میکنیم به چه شورایی رو مد نظر داریم، همه اینها به نظر من میشه برشمرد دونه دونه و لیست کرد و در موردش صحبت بکنیم. من فکر میکنم که قبل و من عضو جریان یا حزب سیاسی نیستم که بگم خب برنامه‌ای داریم ما، این برنامه ما اینطوریه، ما اینطوری فکر میکنیم یا اینطوری فکر میکنیم. من شخصا فکر میکنم که فراتر از این بحثا باید جلو رفت و چیزی که الان روبروی یعنی رو زمین واقعیه اینه که طبقه کارگر، بحثایی که رفقا کردن در بحثای گذشتشون اینه که طبقه کارگر در ایران باید اینو قطعا در پروسه مبارزاتشون به این نقطه رسیدن و به نظر من این آگاهی گسترده تر هم خواهد شد در آینده. این که در هر دو حاکمیت، یعنی هم حاکمیت جمهوری اسلامی و هم آینده پس از جمهوری اسلامی که با آلترناتیف های بورژوازی رقم خواهد خورد، قطعا شریک نیستن و سعادت و به اصطلاح آینده بهتری که روبروشون قرار بگیره در اون حاکمیت ها هیچ مشارکتی نخواهند داشت. من فکر میکنم که در مورد این باید بحث بشه و این که و وقتی ما در مورد شوراهای کارگری صحبت میکنیم در مورد چه نوع شوراهایی صحبت میکنیم. ببینید من فکر میکنم تجربه انقلاب 57، من تو سخنرانی که در ونکوور کانادا داشتم به این مسئله پرداختم. ما در انقلاب 57 انواع و اقسام شوراهای کارگری رو تجربه کردیم و هر کدومش به یک شکل به یک نوع بود. یعنی تجربه های شوراهای کارگری در انقلاب 57 یکسان نبود. برای مثال در کارخونه چیتساز کرج مجاهدین دست بالا رو میگیره، سازمان مجاهدین در شوراهای کارگری میان یک نوع کارگر مدیر یا مدیریت کارگری بر دستگاه تولید رو به وجود میارن و حتی خود کارگران هم چیزی رو که تولید میکنن میان در بازار سرمایه به فروش میرسونن. اون شکل شوراهای کارگری که در ایران ناسیونال به وجود اومد و اون شکل شوراهای کارگری که در کردستان بهش میگفتن بنکه و شوراهای دموکراتیک کردستان با کومله در شگیری اون نقش عمده‌ای داشتن خیلی متفاوت بود. مثلا در کردستان شوراهای محلات بود و بحثی از شوراهای کارگری اصلا مطرح نبود. در ترکمن صحرا شوراهای دهقانی بود، اصلا بحثی از شورای کارگری نیست. ما شورای کارگر تجربه درخشانی که داریم شورای کارگران نفته که به نوعی در اون جنبش چپ و جریان سوسیالیستی دست بالا رو میگه. ما فکر میکنم که تجربه یکسانی هم از بحث شوراهای کارگری نداریم و اگر ما میخوایم در موردش صحبت بکنیم اینه که شکل شورایی تنها شکل موجود و ابزار موجوده که میتونه تضمین کنه قدرت سیاسی رو که طبقه کارگر میخواد به دست بیاره رو از طریق اون به دست بیاره. این اتفاق اگر از طریق حزب سیاسی به وجود بیاد که میتونه کاتالیزور این عمل کننده این باشه، نمیتونه حاکمیت شورایی رو به معنای واقعی کلمه تضمین بکنه. تنها در زمانی میتونه این مسئله تضمین بشه که این ابزار موجود باشه. کارگران من نمیخوام تو بحثم گفتم نمیخوام بگم که سندیکا خوب است، اتحادیه بد است، نمیدونم شورا خوب است، این بد است. من فکر میکنم که با سندیکا نمیشه انقلاب کرد، با اتحادیه نمیشه. ممکنه شما بیاید دستمزد تو افزایش بدی، ممکنه قیمت رو تضمین کنی، ممکنه چه میدونم 8 ساعت کارت رو تضمین کنی با این تشکلات، ولی این تشکلات ظرفیت این که از یه حالت اکونومیستی و مطالباتی به یه وضعیت سیاسی شیفت کنن رو ندارن. تنها شوراها میتونن این مسئله رو تضمین بکنن. اینکه شوراها در کدوم در خوزستان شکل بگیرن بر اساس وضعیت و تاریخ جنبش کارگری، اینکه شوراها در کردستان شکل بگیرن به چه نفعی، به نظر من اون پیشروی جنبش کارگری و شکل آرایش طبقاتی مشخص خواهد کرد، نه چیزی که من الان بیام در موردش لیست کنم و صحبت بکنم. برنجام اگه میتونید در یک دقیقه به این، چون من از جمله اول من متوجه نشدم که میگی من مخالفم، من نمیدونم با چی چیزی مخالف بوده. من سوالم این بود در این بدیل شورایی که الان تو هم از اشتفا میکنی اینه که حق رأی عمومی آزاد و آزادی های بیقید سیاسی برای همگان جا داره یا نداره؟ اینو در یک دقیقه. قطعا من
من گفتم مخالفم، گفتید شما یه سوالاتی مطرح کردید، من گفتم که مخالف اندیشه و آزادی بیان نیستم که قطعا، و من منظورم از این مسئله این بود و قطعا بله یک دموکراسی رادیکال و یک دموکراسی حداکثری است شوراهای کارگری تضمین خواهد کرد و این هیچ شکل و آلترناتیو طبقاتی موجودی نمیتونه تضمین بکنه. یعنی صحبت از دموکراسی، صحبت از مشارکت در هر شکلی به جز شوراهای کارگری، به جز حاکمیت کارگری، به نظر من یک جوکه و یک شوخیه. چون زمانی که نابرابری اقتصادی حاکمه، زمانی که شرایط نابرابر در بین توده‌های مردم حاکمه، ما هیچ نوع دموکراسی واقعی و مشارکت حداکثری نخواهیم داشت. مرسی رفیق بهروز. شما در مورد همین نکته، یعنی این دغدغه‌ای که بخش‌های وسیعی نه تنها از دشمنان سوسیالیسم بلکه حتی شاید توده‌های عادی کارگران زحمتکشان هم داشته باشند که چی تضمینی هست، شما همین تجارب شکست خورده اول همه میگید همه قدرت به دست شوراها، آزادی، برابری، فلان، بعد به قدرت میرسید حزب، یک سیستم تک حزبی برپا میکنید، پولیتوروی شما، رهبر فرزانی شما، صدر شما، لیدر شما میشه همه کاره، و این حکومت شورایی که ازش دم میزدید درش دیگه اثری از این حقوقی که ما ازش صحبت میکنیم نیست. در این حال نظرتم غیر از این مسئله حق رای عمومی و آزادی های بی قید و شرط در مورد پدیده حزب دولت، البته رفیق سعید هم بهش یک نقدی زد، گفت که با حزب دولت یا دولت حزبی مخالفه، من در این مورد هم نظر شما را میشنویم. بعدم بری جان اینم بگو که منظور از شوراها که میگیم یا بدیشون فقط شوراهای کارگریه یا قرار همه مردم به صورت شورایی متشکل بشن یا در سرنوشت خودشون مشارکت کنن؟ مرسی. عدالت اجتماعی که ما مجبور هستیم، انقلاب اجتماعی که ما میگیریم با درهم شکستن ماشین دولتی شروع میشه. جایگزین این ماشین دولتی، یک نوع جدید دولتی که ما بهش میگیم، از کمون پاریس به این طرف بهش میگیم دولت نو کمون باید باشه. و طبیعیه که وقتی هم که میگیم شورا، منظورمون یک شکل معینی در یک جا توازن و قوای معینی هست. همونطوری که سوسیالیستای تخیلی فکر میکردن که اگه تعاونی ها رو توی سرمایه‌داری ایجاد بکنن و اسمشو بذارن اقتصاد سوسیالیستی، این یواش یواش بزرگ میشه و اقتصاد سرمایه‌داری رو میگیره، اینجوری نیست که یکی یه جای یه شورای درست بکنه همین الان اسمش هم بذاره شورا و بگه که این اون شورای است که من میخوام، این یواش یواش بزرگ میشه و تبدیل میشه به دستگاه دولتی. اینطوری نیست. من نمیشه هر چیزی که شما میگیرید یه اسم بهش بزنید و فکر کنید با اون اسم گذاری ماهیتش هم عوض میشه. این نومینالیسمه، این فلسفه دیالکتیک نیست. درست؟ اون چیزی که هست اینه که شورا در یک درجه معینی از توازن و قوای طبقاتی شکل میگیره. این شورایی که ما داریم بهش میگیم، این شوراها در درون تصادمات طبقاتی و موقعی که پایه‌های حکومتی شل شده و شکل‌های خودگردانی مردم به واقع میاد شکل میگیره. اتفاقا اون شورایی که تو ایران تشکیل شد در اواخر انقلاب بهمن، یعنی درست قبل از انقلاب بهمن، این نوع شوراها بودن که گفتم در ترکمن صحرا و در کردستان واقعا تبدیل به نطفه‌های دولت میتونستن بشن، یک بلوغ بسیار بالایی هم داشتن. و مسلمه که شورای دهقانی داریم، شورای سربازی داریم، شورای کارمندی داریم، شورای غیره داریم. شورا هم منطقه‌ایه، هم در واقع بر اساس تولید ترکیب امتزاجی اینجاست. کارگرها یک بار به عنوان شهروند توی شورای محلات میرن رأی میدن، یک بار به عنوان کارگر در شورای کارخونه‌شون رأی میدن. مفصل بندی این نوع شوراها، جمع کردن اینها در یک دستگاه دولتی، کاریز کارستان و این از توی خود این جنبش هم میاد بیرون. ولی تا وقتی این دانه ها نباشند، اون تسبیح دستگاه رو شما نمیتونید بکشید. شرط لازم این که یک همچین دستگاهی شکل بگیره وجود این شوراهایی است که در درجه معینی از رشد مبارزه طبقاتی ایجاد میشه. و هنوز تکرار میکنم مثل همه رفقایی که گفتن، بشر شکل جدیدی برای جایگزینی دستگاه دولتی پیدا نکرده از این شوراها. از انقلاب اکتبر، انقلاب مجارستان، کمونهای دهقانی ماوتستون و غیره بگیرید تا برسید به انقلاب بهمن ما تا اینجا همین شکل داشتیم. منتها این مسئله اینجاست که وقتی شما دستگاه دولتی رو میارید، هنوز تکلیف استثمار رو روشن نکردید. من موافقم ما رفقا، ولی شما تکلیف استثمار هم به اگزر نمیتونید روشن بکنید. اگر میتونستید صحبت از دوران گذار سوسیالیستی توی انتقاد به در واقع نقد برنامه گوتاک مارکس مطرح میکرد اصلا وجود نداشت. در واقع هیچ پیش نمی اومد.
و این وسط اینکه یک دوران گذاری وجود داره که میگه درش بعضی از حقوق هنوز بورژوایی هست، میگه به هر کس به اندازه کارش، این کارها یکسان نیستن، بعضی کارها کیفیت بالاتری دارن، حقوق بالاتری میگیرن. وقتی همه یک حقوق متوسطی نگیرن، درجه از استثمار وجود داره. این استثمار توسط یک نظام سرمایه‌داری با دستگاه دولتیش باز تولید میشه، در یک سازمان شورایی باش مبارزه میشه، گام به گام این رو عقب میشونن به یک زرد که شما نمیتونید از بین ببرید. اما این که میشه چه تضمینی، تضمین این که این اتفاق فاجعه باری که توی اردوگاه سوسیالیستی اتفاق افتاد در اونجا شکل نگیره، تحکیم این شوراهاست. ما فراموش نکنیم، ببینید در حق لنین یک بی‌انصافی عظیم داره صورت میگیره. ببینید این آدم وقتی که تزه آوریلیش رو می‌نویسه، وقتی انقلاب اکتبر اتفاق میفته، یک جزوه رو در میاره به اسم دولت و انقلاب، که در اون ایده انقلابی دولت رو از زیر خاکستری که انترناسیونال دور روش ریخته بود میاره بیرون. فراموش نکنیم در هیچ کدام، اینو خوب گوش کنید، در هیچ کدام از قطعنامه‌ها، کنفرانس‌ها و کنگره‌های انترناسیونال دو به مسئله در هم کوبیدن ماشین دولتی کوچکترین اشاره‌ای نشده. حتی در موقعی که شخص انگلس حضور داشت، زنده بود و نظر میداد، کاوتسکی، برنشتاین و دوستانش اجازه ندادن که در انترناسیونال دوم مسئله در هم کوبیدن دستگاه دولتی به عنوان پیش شرط انقلاب سوسیالیستی اصلا مطرح بشه. لنین میاد و بر اساس اون انقلاب بزرگی داره سازماندهی میشه، مسئله دولت انقلاب مطرح میکنه. در کشوری که ما بدترین نوع حزب دولت رو دیدیم و بعد همون همه جا کپی شد، در واقع کپی پیست شد دیگه، کپی و چسباندن انجام گرفت، همه جا همون ایدئولوژی، همه جا همون مسئله پیش رفت، در کتاب دولت و انقلاب اسمی از حزب نیست. در ساختار دولتی که لنین پیشنهاد میکنه کلمه حزب اصلا نیست. یعنی از ذهن این آدم نمیگذشته که یک حزب دولت قرار است شکل بگیره و یه چیز هیولاواری که استالین سازماندهیش کرد میخواد بیاد بیرون. انقلاب اکتبر در یک دوره شکست خورد، اما رفیق لنین ما و رفقاش در یه جایی مسئولیتی داشتن که این رو تصدیق کردن، اشتباهات فاجعه باری مرتکب شدن. تضمینی که ما میتونیم بدیم اینه که اون اشتباهات رو تکرار نکنیم. این اشتباهات چی بود؟ اشتباهاتی بود که تحت عنوان شرایط فوق‌العاده یک سری اصول پایه‌ای دموکراسی رو در جامعه و در حزب هر دو به زیر سوال بردن و اون قطعنامه‌های معروف کنگره ده حزب کمونیست شوروی هست که همزمان بود با درهم شکستن جنبش کرونشتات. این کنگره ده در متن سرکوب کرونشتات شکل گرفت. فاجعه بارترین تصمیماتی که بلشویک‌ها گرفتن و تمام مسیر رو صاف کرد برای اینکه ما به این فاجعه بعدی برسیم، این تصمیمات است. ما با صدای بلند اعلام می‌کنیم تصمیممون اینه. اولا میگیم که شما به حرف هیچ کی گوش نکنید و خودتون رو سازماندهی بدید و خودگردانی رو دست بگیرید. یک. دو، ما میگیم ما کل جنبش کارگری جهان رو از مانیفست کمونیست، کمون پاریس، انقلاب اکتبر، انقلاب کوبا، ویتنام، چین رو میراث خودمون میدونیم. میراث ماست. به قول لوی آراگون، شاعر کمونیست فرانسوی، هر جا نور هست، سایه هم هست. و در این جنبش نورانی کارگری ما سایه های بسیار تلخی داریم. اشتباهات فاجعه باری اتفاق افتاده، همه اونها میراث ماست. ولی به لحاظ نظری یک چیز دیگه میراث ما نیست، این میراث رو ما به دور میندازیم. اون میراث تصمیمات فوق‌العاده کنگره در حزب کمونیست شوروی و از اون به بعد هست. ما اون رو اگر به دور نندازیم و تضمین ندیم که تحت هیچ شرایطی حق رأی عمومی رو زیر سوال نمیبریم، آزادی بیان و تجمع رو زیر سوال نمیبریم و اجازه نخواهیم داد که مسئله خودگردانی کارگران و حقوق بگیران و زحمتکشان تحت شعای این تصمیمات فوق‌العاده قرار بگیره، اونجاست که میتونیم تضمین بدیم. این تضمین با توازن و قوا تحکیم میشه، برای همه حاضرن امضا بدن. این توازن و قوا رو خود کارگرها با تحکیم شوراها باید بدن، خود زحمتکشان با تحکیم شوراها بدن. تکرار میکنم، شورا دموکراسی مستقیم نیست، ترکیبی از دموکراسی نمایندگی و دموکراسی مستقیمه. خوبه که ما یه بس فقط روی شوراها داشته باشیم که بتونیم توضیح بدیم. این اشتباه است که خیلی شوراها رو با دموکراسی مستقیم یکی میگیرن. اینطوری نیست، ترکیبی از دموکراسی مستقیم است. یک اصل داره که اون اصل همین امروز اگر ما طلب بکنیم، کل این پارلمانتاریسم دینامیت گذاشته میشه،
حق انتخاب و حق عزل، این اصل کمون از دوره کمون پاریس تا امروز، این رو اگر ما وارد این سیستم پارلمانی بکنیم، این ویروسی است که این رو منفجر میکنه و این اون ویروسیه که توی شاهرگ‌های جنبش شورایی باید وجود داشته باشه. حق انتخاب، حق صبر در همه رده‌ها. بله، مرسی. خب رفقا این بحث رو همینجا میشه ادامه داد دیگه، بعد چون ما بتونیم توی برنامه ماهواره‌ای هم پخش بکنیم، من خواهشم اینه که اگر هر رفیقی یک یا دو دقیقه در حد اکثر دیگه، یعنی یک تا دو دقیقه نکته ای رو میخواد بگه فکر میکنه، بعد خود بعدا یه بحث مستقلی میشه گذاشت در مورد خود همین مختصات شوراها و غیره و اینا، اگر هم میتونید در چند ثانیه به این سوال آخر من هم جواب بدید دیگه، که اگر بدید شما گفتمان شما آلترناتیو شما اکثریت رو در همین بدیل شورایی که شما بهش مرتبطید روز اکثریت رو از دست بده، از خر شیطان میای پایین یا نه؟ فکر میکنم پیشفرض هر کدوم از ما که اینجا هستیم از مسئله شوراها با هم کاملا متفاوته. چیزی که من در شوراها میبینم، شوراها رو قابل انجام شدن در ابتدای عمل در دوران بورژوازی نمیبینم. چیزی که من ازش صحبت میکنم و فکر میکنم ما داریم در موردش صحبت میکنیم واقعا شورا نیست. شورا، اگر ما در مورد حکومت شورایی صحبت میکنیم، این حکومت شورایی در زمانی که بورژوازی بر سر کاره نمیتونه فراتر از رأی‌گیری دموکراسی یا اداره دموکراتیک پیش بره. دموکراسی چیزی نیستش که من براش میجنگم. دموکراسی بخشی از ناتوانی بورژوازی بود در استیلای قدرت جمهوری خواهی. وقتی که ریپابلیکانیزم مشکل پیدا کرد در اینکه خودش رو چگونه اداره بکنه، بحث دموکراسی پیش اومد و اون مسئله دموکراتیک که بیایم رأی بدیم، این رأی باید چجوری تقسیم بشه، آیا فدرالی باشه، فدرالی نباشه، شورایی باشه، کمیته‌ای باشه، حزبی باشه، پارلمانی باشه و انواع دموکراسی ها از دلش پیش اومد. اون چیزی که کمونیست ها حداقل در موردش صحبت میکنن جهانی نیستش که رأی بدیم، مالکیتی مطرح باشه که برای اون مالکیت ما بریم و این مالکیتمون رو به کسی برای دوره‌ای واگذار بکنیم. ببینید اصل رأی‌گیری و دموکراسی بر اساس مالکیته و این مالکیت خصوصیه و این مالکیت خصوصی در مسیر رأی‌گیری به کسی یا تعدادی از افراد واگذار میشه و این مفهوم مفاهیمی که ما در اصل بورژوازی داریم، نه حتی در دوران گذار و سوسیالیسم. اگر جایی دیدیم در تاریخ، همینطور که رفقا بهش اشاره کرده در مورد شوروی به خصوص، میبینیم که همچنان همین فعل و انفعالات داره اتفاق میفته، یعنی ما حتی یک قدم هم اون تاریخ و اون انقلاب اجتماعی نزدیک نشده بود. یعنی حتی شوراها، ما اتفاقی که در شوروی دیدیم که هر چه گذشت شوراها بی‌معنی شدند، به خصوص بعد از مرگ لنین اصلا شورا دیگه یواش یواش شکلی نداشت، اصلا مثلا جایگاهی نداشت. یعنی نه تنها به جلو نرفته بود، شاید اگر بورژوازی بر سر کار بود یه شوراهای محلات نیم بندی رو درست کرده بود، ولی حتی اون هم از بین رفت و ما یک دیکتاتوری کامل رو داشتیم و که هیچ شباهتی به دیکتاتوری پرولتاریا نداشت. من در 3 تا یا 4 تا در واقع بخش میتونم اینو، بعد مجبورم چون زمانی ندارم، فقط تیتروار بگم که بحثی که ما در مورد شوراهای دموکراتیک میکنیم این خطر رو داره: 1. تجمع قدرت در هژمونی مسلط. 2. اشرافیگری که پیش میاد، چون من یک خونه ای مثلا دارم توی محلم و میخوام در مورد مثلا آشغال ها و زباله محلم بیام یک کمیته رو تشکیل بدم و این شورایی هستش که داره این کار محله منو داره میگردونه، من به خاطر اون چیز خصوصی که دارم، دارم به یک کس دیگه و به گروهی این توانم رو واگذار میکنم و این اشرافیگری به وجود میاره. حفظ فاصله طبقاتی، همونطور که در مثال قبلی گفتم که چون سرمایه
به صورت برابر تقسیم نشده، ما همچنان فاصله خواهیم داشت بین قیطریه و شورای محلاتی که در قیطریه است، یا شورای کارگری صنعت نفت با کارگرانی که مثلا در چه محلاتی هستند. یه لغت دیگه بگم، به کسی دیگه این نظر داری خواهش میکنم من این نظر بده. و آخریش محدود کردن موبیلیتیه. اگر شوراها، وقتی که ما در بورژوازی داریم صحبت شورا میکنیم، شوراها تبدیل بشه به این که محدوده جغرافیایی این محدود بکنه، یعنی من این که در مثلا در غرب یک شهر زندگی میکنم یا در کارخانه فلان هستم، خودم بیام اونجا رو ادارش رو به دست بگیرم و وارد پروسه فروش و زد و بندهای بورژوازی بشم برای اینکه حیات اون کارخونم رو تأمین بکنم، این یواش یواش من رو به این که بتونم به اتحاد برسم با شورای دیگه‌ای در کارخونه دیگری جلوش رو میگیره. اون چیزی که آلترناتیو من اینجا پیشنهاد میکنم در که برای روزی که بتونیم به شورا برسیم، اینی که باید کمیته ها شکل بگیره. اولین چیزه باید یاد بگیره طبقه کارگر که هر کسی به صورت ایجنت در اون محیطی که داره کار میکنه وظیفه داره، حق داره و میتونه به جلو بره و میتونه عامل باشه و این عاملیتشو لازم نیست به کسی واگذار بکنه. مرسی. البته من شادیار جان، تو بخش زیادی از صحبتاتو در نقد این الگوهای تاکنونی متمرکز شدی. اون چیزی که اسپایر من خودم مشکل داشتم یا بینندگانم احتمالاً مشکل خواهد داشت که خودت از چه آلترناتیو دوام آخرش گفتی کمیته. حالا خواهی این سوال به وجود میاد چه تضمینی از همین کمیته ها به سرنوشتمون شوراها که دوچار میشه. ولی برها دیگه این بس میتونه ادامه پیدا کنه. داشتم در موردش صحبت میکردم، ولی خب وقتی که به هر حال 4 نفر 3 نفر دیگه رأی متفاوتی از من دارن، مجبورم که بگم که مثلا اگه کاش سعی میکردید غیر از نقد مثلا اون نظر خودتون اثباتی هم میگفتید خوب. خب رفیق سعید، شما در 1-2 دقیقه اگر بتونید کلام آخر. مرسی. خب برای بحث جالبیه رفیق، اگر که فرصت زیادتر داشته باشه اینا رو توضیح بده راحتتر میشه فهمید و همدلی کرد یا مخالفت کرد. ولی واقعیت اینه که پروسه است، شورا هم پروسه است. ما نمیتونیم یه باره یه دفعه بیایم بگیم که اسرائیل وقتی بی خودی اونجا شورا تشکیل میده، چون هنوز این شورا مثلا وقتش نیست. یه درکیه وقتی که بورژوازی دموکراسی خودش رو مطرح میکنه، هر مؤسسه‌ای میخواد دور هم جمع بشه، یه هیئت مدیره درست میکنه و یه شکل سندیکا درست میکنه و یه اینجور چیزی. طبقه کارگرم یه شکلی از مراوده، شکلی از تصمیم گیری داره به اسم شوراها. این شوراها هنوز اون شورایی که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم نیست، ولی یک پروسه است. میگم که اگر ما بخوایم مقوله شوراها رو در زمان خودش، فقط زمانی که شد، بریم طرح بکنیم، خودمون به عقب انداختیم. همین امروز مسئله شوراها تا جایی که ممکنه، ولی تفاوت اینو باید با اون حکومت شورایی، با اون ساختمان شورایی اداره قدرت بدونیم و اینا رو به هم قاطی نکنیم. وگرنه امروز نمیشون بگیم که هفت تپه نباید شورا تشکیل میداد، الان وقتش نیست. این حرف از توش ممکنه در بیاد، ولی من بیشتر معتقدم که از همین الان هر جا که جمع میشیم، هر کجا که توده ها جمع میشن، بهشون باید گفت که شورایی که عمل کنن و شورایی در یه محدوده معین و این پروسه رو آغاز کرد. خب این بهرنگ عزیز، تو هم در 1-2 دقیقه خلاصه نظرت میشته. من خیلی خلاصه توضیح میدم. چند وقت پیش نوشته‌ای منتشر شد، حالا من به دلیل اینکه نویسنده اون نوشته اینجا نیست و در ایران به سر میبرم، اسمی ازشون نمیبرم، اومدم تو این شوراها رو توریزه کرده بودن، مثلا همین تعاونی های مسکن و روستا و همین تجاربی که جمهوری اسلامی 40 ساله داره به اسم شورا داشت توریزه میکرد و میگه خود این سوسیالیستی و چپ شوراها هم باید به همین شکل عمل بکنه. یا اتفاقی که مثلا در سوئد و که رفقایی که ممکنه در کشورهای اسکاندیناوی زندگی کنن، اونجا کمون کمونه، یعنی محلات عموما شوراها تصمیم گیری ویژه‌ای میکنن. این شکل از دموکراسی در چارچوب نظام بورژوایی به نظر من یک کمی خودش رو تعدیل کنه میشه بهش رسید. یعنی فکر میکنم که تنها
سوسیالیست ها نیستن این شکل و این الگو رو دارن ارائه میدن. من فکر میکنم وقتی که در مورد شوراها صحبت میشه ما باید یه تفاوتی با کامیونیتریان ها، با نئولیبرال ها و با کانسرواتیو ها داشته باشیم. و اون این که ما در واقع در شرایطی از شوراهای کارگری صحبت میکنیم، در مورد شوراها صحبت میکنیم، شورای مورد نظر من شوراهای کارگریه. این که سایر طبقات اجتماعی در انقلاب های اجتماعی چه شکل ویژه‌ای از تشکر رو برای خودشون انتخاب میکنن، اونو تاریخا انتخاب کردن. من نمیتونم برای اونها نسخه ویژه‌ای بپیچم. من فکر میکنم که در شرایط تا زمانی که مالکیت خصوصی لغو نشه، تا زمانی که کار مزدی لغو نشه و تا زمانی که ماشین دولتی سرنگون نشه، شوراها میتونن تضمین کننده، شوراهای کارگری میتونن تضمین کننده به پیش بردن این برنامه ها باشن. به قول رفقا این مسئله به صورت یک شبه و یک روزه اتفاق نمیفته، یک پروسه به نظر من زمانبریه، ولی تضمین کننده این مسئله این شکل از تصمیم گیری و این شکل از تشکل که شوراهای کارگری میتونن این مسئله رو تضمین بکنن. مرسی. برسونم یک دو دقیقه خلاصه کلام آخر اگه داری. تمام نمونهایی که گفته میشه، کمونهایی که در کشورهای اسکاندیناوی هست، الان در فرانسه خیلی از جای اسمشون هست کمون و غیره، اینا دستگاه دولتی نیستن. اینا به هیچ وجه اون نقشی رو که ما داریم صحبت میکنیم ندارن. و بدتر از اون، اینها در واقع اون به وجود آوردن یه سری دخالت‌های محدود شهروندا در یک سری امور صنفی مربوط به خودشون هست، در شرایطی که پارلمانتاریسم و دستگاه دولتی بورژوازی سر و مور و گنده محکم و استوار وایساده و همه این نرمش‌ها رو نشان خواهد داد. شما میتونید راجع محیط زیست رو تا حتی تصمیم بگیرید، ماشین ورود ماشین‌ها رو در منطقه ممنوع بکنی، اونجا برای غذای توی مدارس تصمیم بگیرید، رأی بدید، بودجه بگیرید، از این کارا میتونید بکنید. تا جایی که به قدرت سرمایه دست نزنید همه کارا برای شما میکنن. تا جایی که ساخت اصلی دولت بورژوایی رو، یعنی پارلمانتاریسم و دموکراسی بورژوایی رو بهش دست نزنید، با شما همه جور راه میان. اونجایی که میگید انتخاب کننده باید حق عزل داشته باشه، کسی که به نمایندگی از طرف من میره حق نداره نظرش رو عوض بکنه، اونجاست که جلوی شما با میستن. چیزی به نام دموکراسی خالص هم ما نداریم. دموکراسی طبقاتیه. آن چیزی که امروز هست دموکراسی یک نوع دولته. دولت بورژوایی رو بهش میگن دموکراسی. حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی چیز دیگه ایه، همه بهش معتقدیم. ولی اونی که میگه من طرفدار دموکراسی هستم، یعنی طرفدار دولت دموکراتیک بورژواییه. ما طرفدار حکومت کارگری شورایی هستیم. سر شوراش میتونیم مفصلا با هم دیگه بحث بکنیم، نمونه ها رو بگیم، طبیعتا اختلاف نظر داریم. ما که چه عرض کنم، بزرگانی که به ما آموزش دادن، اونها هم سر ارزیابی از کمون و غیره با هم دیگه اختلاف داشتن. بحث شیرینی، امیدوارم که بتونیم با هم دیگه انجام. خیلی ممنون. بینندگان عزیز تلویزیون برابری، میزگردی داشتیم با حضور رفقا شادیار عمرانی، سعید سهرابی، بهرنگ زندی و بهروز فرانی. من از هر چهار عزیز تشکر میکنم. این بحث رو میشه ادامه داد. ما سعی میکنیم میزگردهای دیگری رو هم در همین رابطه مهم، آلترناتیو ما چیست، گفتمان ما چیست، مختصات بدیل شورایی چیست، ترتیب بدیم. به امید برنامه های بعدی من به همه شما عزیزان بدرود میگم. مرسی.